عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران حاضرین در جلسه و همینطور عزیزانی که ما را از طریق کانال یوتیوب و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. امروز 27 نوامبر 2022 برابر با 6 آذر ماه 1400 و از ساعت 14 در خدمت شما هستیم با جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق نمایندگی منطقه جنوب آلمان در خدمت شما هستی. من عذرخواهی میکنم یک لحظه فراموش کردم. بله، بعد جلسه امروز با بخش های مختلفی در خدمت شما هستیم که در بخش اول سرکار خانم سمانه بیرجندی بررسی هدف 16 سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو به سمع و نظر خواهند رسون. سپس آقای داوود لطفی رو داریم که موضوع سخنرانیشون روز جهانی کودک و وضعیت کودکان در ایران هست. بخش فرهنگی رو هم داریم که جناب آقای محسن سبزیان ارائه خواهند داد که در این بخش کتاب آزادی و آزادی فکری 7 مقاله اثر مشتبه مینویی رو برای ما تشریح خواهند کرد. بحث آزاد امروز هم حق برابری و دموکراسی هست که از همکاران تقاضا میکنم در این بخش حضوری فعال داشته باشم. بی فوت وقت سراغ بخش اول میریم و از خانم سمانه بیرجندی تقاضا میکنم که موضوع سخن خودشون رو ایراد بفرمایید. خانم بیرجندی بفرمایید لطفا. ممنونم جناب شایگان، درود دارم خدمت همه همکاران عزیز. خب در واقع من یه توضیح کوتاهی میدم در مورد سند 20 یونسکو که در سپتامبر 2015 برای توسعه پایدار که با 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی هست، جهت اقدام عملی در همه کشورها در سازمان ملل ارائه شد که این کاری که انجام دادن که رهبرهای کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجلاس عالی رتبه این سازمان متحد میشن تا اهداف اون رو در سیاست‌گذاری کلان ملی خود در واقع از اول ژانویه 2016 اجرایی کنن. ایران هم از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بوده و متعهد به اجرای سند شده بوده و پس از اون سند ملی آموزش 2030 هم بوده با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران که با 30 کارگروه تخصصی تشکیل و تدوین شده بود و در تاریخ 20 آذر 95 هم رونمایی شده بود. اما اینکه در بعد از این سالها چه اتفاقی افتاد برای متعهد شدن ایران به این سند و یا باطل اعلام شدنش رو دیگه دوستان همه در جریان هستن. اما هدف 16 هم که امروز من میخوام راجع بهش صحبت بکنم در واقع ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح هستش که شامل چند بند هست که بندهاشو براتون تیتروار میخونم: کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از اون، پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان، گسترش عدالت برای همه، مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه، کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه خواری، پاسخگویی و شفافیت مؤسسات، تضمین تصمیم گیری نتیجه بخش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه، تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد و تأمین هویت قانونی از جمله خدمات و ثبت احوال برای همه و تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادی. و در بخش بعدی مبارزه با تروریسم و ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار که من برای این جلسه در واقع بند 1 رو انتخاب کردم، کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرای ناشی از آن،
که در واقع با موضوعی که الان در کشور ما در جریان هست، حالا جنبش یا انقلابی که صورت گرفته، در واقع میخوام به این موضوع بپردازم. خب از در واقع چون همه میدونیم که اشکال خشونت خیلی زیاد هست و برای هر نوع از اون هم باید زمان و جلسات بیشتری انتخاب بشه، اما من این موضوع رو انتخاب کردم و میخوام یک در واقع تحلیلی که شده در مورد خشونت ها و سرکوب هایی که حکومت های استبدادی ازش استفاده میکنن رو براتون بخونم. خب اینکه حکومت ها چگونه مجری انحصاری خشونت و سرکوب میشن، در واقع گفته شده که در قرن بیستم، هرچند قرن پیشرفت های مدرن بوده، اما در عین حال آثار منفی بر جای گذاشته که از جمله اون خشونت در انحصار حکومت هاست. دوستان من این تحلیلی که برای شما میخونم دقیقا مصداق اتفاقاتی که الان در ایران داره میفته و خیلی راحت میشه این رو مقایسه کرد با شرایط الان، با خشونت هایی که از طرف جمهوری اسلامی داره اعمال میشه. و اینکه برای اعمال خشونت هم اساسا مدلی از حکومت شکل میگیره که به اون حکومت ترور یا حکومت ارعاب معروف میشه. اون چه که به نهادها و قوانین یک کشور قدرت میده پشتیبانی مردمه و اگه حکومتی مورد اعتماد و پشتیبانی مردم نباشه، به طور قانونمند قدرت خودش رو از دست میده. این قدرت از دست رفته رو با هیچ وسیله دیگه ای نمیشه جبران کرد مگه بازگردوندن قدرت به سرچشمه اصلی اون، یعنی مردم و کسب اعتماد دوباره شون. همون چیزی که در واقع اصل بنیادین همه نظام‌های دموکراتیکه. اما حکومتی که از این کار سرباز میزنه ناچار میشه برای حفظ موقعیت خودش به ابزار دیگه متوسل بشه که در واقع خشونته، که جانشین در واقع قدرت از دست رفته میشه. دولت برای کاستن از خشونت تضمین صلح و آزادی اساسی بشری به وجود اومده، اما در دوران ما دولت‌های خود اصلی ترین مسبب خشونت هستند. منفور ترین وقایع تاریخی هم وقایع هستن که توسط دولت‌ها رقم می‌خورن، چرا که دولت‌ها خودشون باید نقش مهار کننده خشونت رو بر عهده بگیرن و همچنین خشونت نظامند دولتی با خشونت فردی هم متفاوت و البته بسیار منفورتر از اونه. اما خشونت سیستماتیک حکومتی به چه صورته؟ حکومتی که دست به خشونت سیستماتیک علیه شهروندان و مخالفان سیاسی خودش میزنه فاقد مشروعیت و پشتوانه مردمی و همطور فاقد توانسازی اونه و به همین دلیل گزینه جز اعمال خشونت نداره. خانم هانا آرنت در کتاب ریشه های تمامیت خواهی خوش می نویسه که وقتی توان قهر را جانشین قدرت ساخت، وقتی می توان قهر را جانشین قدرت ساخت و حتی به پیروزی موقت رسید، ولی هزینه که باید برای این پیروزی پرداخت بشه خیلی سنگینه، چرا که در این حالت نه تنها مردم تاوان سنگینی می دن بلکه حاکمان هم نیز این هزینه را از سرمایه معنوی قدرت خودشون می پردازن و در واقع هر دو طرف بازنده می شن. در این حالت اون چی که از نهاد قدرت باقی میمونه چیزی نیست جز ابزار اعمال خشونت. اما حکومت ترور یا حکومت ارعاب چطوریه؟ که در علوم سیاسی این گونه حکومت ها رو حکومت ترور یا دولت ارعاب مینامن. واژه ترور به معنی رعب و وحشت دارای پیشینه تاریخی مشخصه و به دوران پس از پیروزی انقلاب فرانسه برمیگرده که در این دوره از سپتامبر 1793 تا در ژوئیه 1794 یعنی در حدود یک سال به طول انجام میده که حراس دولت انقلابی از سقوط به دست ضد انقلاب که در همه جا در حال سازماندهی نیروی خودشون بود و همچنین فشار دولت‌های سلطنتی اروپا از خارج از کشور سبب شد که استفاده گسترده از ابزارهای خشونت انجام بشه. تو این مدت بین 300 تا 500 هزار نفر به جرایم سیاسی به زندان افتادن و بیش از 17 هزار نفر با گیوتین اعدام شدن، که این مسئله با توجه به جمعیت 26 میلیون نفری فرانسه در اون دوران بسیار زیاد بود و اعدام ها رو گروهی از فعالیان سیاسی به رهبری روبس
روبسپیر انجام دادن که در واقع خودشون صاحبان اصلی انقلاب ها می دونستن. و محکومان به اعدام هم عمدتاً به طبقه پایین جامعه یعنی کارگران یا دهقانان تعلق داشت، در حالی که بخش کوچکی از اعدامیان جزء اشراف روحانیون بودن و حکومت‌های ترور در قرن بیستم نیز ادامه پیدا کردن و ساختاری پیچیده‌تر پیدا کردن. اما روش‌های قانونی ایجاد رعب و وحشت، در واقع این حکومت‌ها از روش‌هایی برای ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان خودشون به منظور دستگیری و به قتل رسوندن مخالفان بالقوه و بالفعل حاکم استفاده می‌کنن. نمونه‌های متعدد دولت ارعاب میشه در حکومت‌های شبه نظامی دهه 70 میلادی هم مشاهده کرد. اما معذرت می‌خوام. اما دولت‌های عرب از روش‌های مختلفی مثل شکنجه، سلب آزادی‌های سیاسی، اعدام، سربنیست کردن و قتل برای سرکوب شهروندان و همچنین از دست به ربودن و شکنجه و کشتار مخالفان استفاده می‌کردند. عموماً به لحاظ اقتصادی هم ناکارآمد بودن و شهروندان کشورها با وجود برخورد وحشیانه حاکمیت به کرات دست به اعتراضات خیابونی می‌زدند و پاسخ حاکمیت هم اغلب سرکوب و بیشتر سرکوب مستقیم معترضان بود. سرکوب مستقیم هم از مقابله فیزیکی نیروهای دولتی در مواجهه با تنش‌های اجتماعی سیاسی بود که این تنش‌ها غالباً تو شکل اعتراضات، شورش‌ها، تظاهرات خیابانی، اعتصاب‌ها، تحصن‌ها هستند که شهروندان در موقعی که روش مسالمت آمیزی رو برای اوضاع نباشه به اونها روی میارن. اما یه مورد دیگه که چرا در واقع نیروهای نظامی وارد از ورود به سیاست منع میشن، در واقع مسئولیت مقابله با تظاهرات و اعتراضات مردمی بر عهده ارتش بود. به عبارت دیگه تفاوتی بین دشمن خارجی و معترض داخلی وجود نداشت، اما نیروهای نظامی برای مقابله با تظاهرات تربیت نشدند و روشی جز روش‌های متداول جنگی نیاموختند. به همین دلیل زمان من تموم شده های شایگان؟ نه خیر بفرمایید. اوکی، من فکر کردم صدا زدید، من عذرخواهی میکنم. و به همین دلیل هم نیروهای نظامی معترضان داخلی رو مثل سربازهای دشمن خارجی کشته یا اسیر می‌کردن. اما خطری که توی میان برای اصحاب قدرت وجود داره، نیروهای سرکوب در مقابل هموطنان و همشهریان و اقوام خودشون قرار می‌گیرن و این مسئله فشار روانی برای اونهاست، فشار روانی که باعث می‌شد حتی سربازان دست به گریز از خدمت بزنن یا نافرمانی و حتی شورش نظامی کنن. اما اشکال مختلف خشونت‌های دولتی رو خدمتتون میگم که خشونت دولتی در کشورهای توتالیتر فاشیستی و دیکتاتوری در قرن بیستم اشکال مختلفی به خودشون گرفتن و کشورهایی که اونها جامعه مدنی و ساختار دموکراتیک نداشتن در مواردی هنوز هم ادامه در بسیاری از موارد هم هنوز هم ندارند، در واقع اون ساختار دموکراتیک رو این امکان رو پیدا نکردن که خشونت دولتی رو مهار کنن و دولت‌های دیکتاتوری دست به نوسازی نیروهای سرکوب می‌زنن. برای اجتناب از متزلزل شدن ارتش در سرکوب شهروندان، نهادهای تخصصی و موازی برای سرکوب تشکیل میشه از نیروهای شبه نظامی تا خشونت دولتی که مردمی جلوه داده بشه و شروع به تبلیغات گسترده‌ای میکنن که خشونت سیستماتیک دولت علیه شهروندان رو توجیه کنن. همینطور تبلیغات گسترده و سازکارهای مختلف برای سرکوب به راه میندازن که حالا محرومیت شهروندان از خدمات مدنی و گزینش ایدئولوژیک برای انواع مشاغل، سلب حقوق زندانیان سیاسی، قتل پنهانی و غیر رسمی مخالفان، حکومت تعدادی از سازوکارهای دولت مستبد برای ضربه زدن به معترضانه. این سازوکارها رو میشه گفت که اهرام ترور و ارعاب نامیده میشه و وضعیتی که هر گونه صدای مخالف رو در واقع در معرض ترور و حبس و شکنجه قرار میده تا خطر بالقوه اون رو
مهار کنه. اما سازکارهای ایدئولوژیک برای حالا مشروعیت خشونت و سرکوب رو در کنار اهرام ترور و ارعاص، سازوکارهای ایدئولوژیک نیز برای مشروع ساختن خشونت و سرکوب شهروندان به کار افتاده. سازکارها دو هدف کار میکنن، یکی ایجاد فرهنگ اطاعت محض و دیگری مشروعیت بخشیدن به خشونت گسترده و سرکوب شهروندان معترضه، که شکلگیری فرهنگ اطاعت محض در بین نیروهای سرکوبگر این فرایند رو بهش بی‌حس‌سازی در واقع میگن، و همچنین شخصیت روانی و اظهارات افسران نازی رو در واقع حالا اینجا اگه بخواد مثال بزنه، در اونها در کشتار انسان ها صرفا بر اساس دستور بالایا عمل میکردن و خود رو انسان های وظیفه شناس میدونستن، که خب این الان در واقع توی این برهه زمانی در کشور ما هم داره صدق میکنه. و همطور افرادی که بدنه اصلی نیروهای سرکوبگر شامل میشن، در واقع بدل به ربات‌های فاقد تعقل و احساس میشن و تنها فرمانبردار فرد بالادستی هستن، که این سرکوبگران علاوه بر حذف حس همدلی باید دوگانه ما و دشمنان رو درونی کنن. و همطور جنبش های تمامیت خواه تا قبل از تسلیم قدرت و تبدیل شدن به رژیم توسط تبلیغات میتونن اعمالشون رو برای جهان غیر خودی ها توجیه کنن. اما تبلیغات درون جنبش دیگه تبلیغ نیست، بلکه تلقین هستش که هر دوی اونها رو اون روی دیگه سکه آب میشه محسوبشون کرد، و تلقین در جنبش و رژیم توتالیته نیز به جهان غیر نیاز به جهان غیر واقعی داره، به معنای دیگه که این رژیم توتالیته از ابتدا با واقعیت و حقیقت ارتباطی نداره، بلکه جهانش برآمده از ایده غیر واقعی و ساختگی خودش هست. و مورد بعدی هم در واقع دوگانه خودی و غیر خودی یا ما و دشمن ساختنه، که تو این سازوکار تلقین ابتدا نوعی تضاد میان دولتی ها و معترضان ایجاد میشه، یه تضادی هویتی بر مبنای دوگانه ما و آنها یا خودی و غیر خودی ها هستش، که حالا این غیر خودی ها یا همون دشمنان همزمان خطرناک و قوی و یا حقیر و ناچیز که حالا ضعیف هست ترسیم میشه. در چنین نگاهی معترضان همزمان هم حقیر هستن خطرناک و اونها ابدا مستحق همدلی نیستن، چرا که از طرفی افرادی بی ارزش و حقیر هستن و از طرف دیگر مال و جان و ناموس مردم رو به خطر میندازن. اما در تحلیل ریشه های نسل‌کشی یهودیان و آلمان نازی هم در واقع گفته شده که یهودیان هم در تبلیغات رسمی نازیسم از طرفی عنوان حشراتی بی ارزش و ضعیف نامیده می شدن، که کشتن اونها با کشتن یه حشره تفاوتی نداشت. در این حال انسانهایی به غایت خطرناک ترسیم می شدن که مسبب اصلی مشکلات اقتصادی و تنها مانع تحقق جامعه آرمانی هستند. من نکته آخر رو فقط میگم خدمتون که این تربیت نیروهای وفادار برای سرکوب هستش. البته این بحثم زیاد هست و میدونم که فرصت کمه. حالا به همین دلیل دولت‌های مدرن استبدادی علاوه بر حمایت مالی از نیروهای وفادارشون، برای مشروع کردن خشونت دولتی تبلیغات رسانه‌ای و ایدئولوژیک گسترده رو به راه میندازن، که در اون مخالفان مثل دشمنان خارجی و بیگانه تصور میشن و مانع اصلی و پیشرفت و اطلاع کشورن. در واقع به تعبیر دیگر در دولت ارعاب گرایشی مهارناپذیر به اون چیزی که شاهدیم که باید سیاست زدایی فزاینده شهروندان نامید، از جمله اون تقلیل مشارکت در حیات سیاسی به مصاحبه‌های تلویزیونی، انتخابات مهندسی شده، راهپیمایی طرفداران دولتی و این در واقع سیاست زدایی با ارعاب درونی و ترس خوردگی از دشمن بیرونی رخ میده. خب من فقط در انتها میخوام بگم که در واقع حالا ما طبق قانون اساسی خود کشورمون هم حق اعتراض و جمع و تظاهرات فقط در صورت که برخلاف موازین جمهوری اسلامی نباشه و یا اینکه در واقع به امنیت
نظام آسیبی نرسونه آزادی داره، اما متاسفانه الان بعد از گذشت 70 روز با کشتاری که راه انداختن و کشتار جوانهامون و در تمامی شهرها از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان میتونم اینو اشاره کنم، و همینطور از استفاده از سلاحایی که باعث نابینایی در واقع هموطنان ما شده. شرایط بسیار سختی هست، اما با وجود این 70 روز گذشته متاسفانه هیچ گونه نرمش و انعطافی نه تنها از طرف جمهوری اسلامی اعلام نشده، بلکه با توجه به صحبت‌های دیروز علی خامنه‌ای من فکر می‌کنم که در واقع انگار که دستوری داد بر تشدید این خشونت‌هایی که در حال حاضر هست. ممنون از شما دوستان که به صحبت‌های من گوش دادین، و اگر که نظری باشه من شنوا هستم. ما در اختیار شما. ممنون از شما خانم بیرجندی عزیز، ممنون از انتخابی که کردیم. به درستی فرمودین که جمهوری اسلامی تمام رفتارهای تمام دیکتاتورها رو یک جا داره در خودش انجام میده، و همینطور موضوع انقلابی که شما فرمودین تو 70 روز گذشته که مردم تو خیابون هستن و خامنه ای دیروز سخنرانی کرد، البته از نظر من این سخنش بیشتر روی ترس بود. شما اگه دقت کنید تمام اون بسیجی ها که توی بیت خامنه نشسته بودن تمامشون با ماسک های خیلی بزرگ صورتشون پوشیده بودن. اینو تو همه خبرگزاری هم فکر کنم عنوان کردن که از ترسشونه. به هر حال آقای سبزیان عزیز بفرمایید لطفا. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران. من فقط یه چیزی کوچیک خواستم بگم، اینکه حالا تو قانون اساسی ما اصل 27 اگر اشتباه نکنم هست که حق اعتراض هست، ولی خب نه علیه جمهوری اسلامی. اینه این میمونه که مثلا ما توی البته میدونیم همون، ولی اینه این میمونه که واقعا توی شرکتی سازمانی جایی داریم کار میکنیم اما نمیتونی از اون میتونی اعتراض کنی، ولی به اون شرکته نمیتونی اعتراض کنی. خب من دارم تو اون شرکته کار میکنم، مثلا چرا باید مثلا یه شرکت دیگه اعتراض کنم؟ یعنی اینقدر قوانین مضحک و این قوانینی یک کشوره که ما توش زندگی میکردیم و هموطن ها و همه دارم اون تو زندگی میکنم. من نمیدونم واقعا بعض ما آدم میتونه بخنده نمیتونه واقعا اکس حالی نشون بده این موسیقی که واقعا. بله دقیقا درست میفرمایید، این قوانینی که وجود داره، کسانی که این قوانین رو تدوین کردن اینا باید همشون محاکمه بشن به نظر من، که 40 چند ساله این رژیم خونخوار رو به جون ما انداخته. اگر دوستان از این صحبت دیگه دارن بفرمایید، اگر نه که بریم بخش بعدی. بله بخش بعدی سخنرانی آقای داوود لطفی هست با موضوع روز جهانی کودک و وضعیت کودکان در ایران. آقای لطفی میشنم شما رو، بفرمایید. بله ممنون از شما و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود، شب که می شد نقش ها جام می گرفت، روی سقف ما که اتاقی ساده بود، می شدم پروانه خوابم می پرید، خواب هایم اتفاقی ساده بود، می شدم پروانه خوابم می پرید، خواب هایم اتفاقی ساده بود، زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود، قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاق ساده بود. ساده بودن عادتی مشکل نبود. سختی نان بود و باقی ساده بود. شعر بود آقای قیصر امینپور. به نام خداوند رنگین کمان و به یاد زکریا سلیمانی، پارسا رضادوس، عبدالله محمودپور، آمین معرفت، امیرعلی فولادی، مهسا موقویی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، سیاوش محمودی، امیر مهدی فرخی پور، مهدی موسوی، امیر حسین بساطی، اقبال شهرنواری، سدیس کشانی، سامر هاشمزهی، متین غنبرزهی، نیما شفیق دوست، امیر سارانی، محمد رضا سروری، جواد پوشه، امین معرفت، جابر شیروزهی، نگار رحمانی،
علی مظفری، امیر محمد نوروزی، پدرام آذرنوش، علی براهویی، ابوالفضل آدینه‌زاده، ستاره تاجیک، محمد رخشانی، احسان خواجوی، کومار درافتاده، سهیل خوشدل، سارینا ساعدی، پارمیس همنوا، اسماعیل حیدری، مؤمن زند کریمی، مونا نقیب، محمد قائمی، سپهر بینانوند، احسان خواجوی، دانیال پابندی، میلاد سعیدی، آرتین رحمانی، سپهر مقصودی، یاسر شاهوزهی، سینا لوح موسوی، نیما شفیق دوست، دانیال شهبخش، محمد اقبال شهنوازی، امید سفرزهی، پویا احمدپور، پرچا سلطانیه، بهادین ویسی و کیان پیرملک. کودکان 8 تا 18 ساله که در این مدت حدود 2 ماه گذشته در راه انقلاب بیداری مردم ایران با خونشون این درخت انقلاب را آبیاری کردن تا خیزش مردم همچنان زنده بمونه و به سرانجام برسه. از جانب خودم و تمامی همکارانم در قانون حقوق بشر در ایران به خانواده این عزیزان و خانواده تمام شهیدان راه آزادی تسلیت عرض میکنیم و از خداوند براشون صبر و آرامش آرزو میطلبیم. کودک در لغت همان کوچک است، اما این حضور کوچک تمامیت زندگی و بودن رو معنا میکنه. کودکان دایره رفتاری خاص خودشونو دارن، بازیگوشی میکنن، شادی و خنده، سر به هوا بودنشون، نکته سنجی و در عین حال خام بودن، معصومیت، خودجوش بودن و شکوفایی و قدرت اراده، تشنه دانستنن، خواستن و دریافت کردن. همه و همه کودکی رو معنا میکنه و تمامی این زیبایی ها باعث شد و تقویم جهانی روزی به نام کودکان ثبت میشه. روز جهانی کودک روزی که برای تجلیل از کودکان به رسمیت شناخته شده. کودکی است. در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل کودک و هر انسانی زیر 18 سال تمام باشد گفته می شود، مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر اون شخص سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد. ایده برگزاری روز جهانی کودک به کنفرانس جهانی برای رفاه کودکان برمی‌گردد که در ماه آگوست 1925 در ژنو برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان 54 کشور گرد هم اومده بودند تا منشوری در دفاع از حقوق کودکان تصویب کنند. اما تاریخچه روز جهانی کودک به طور رسمی به سالهای پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. با شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی دوم میلیون‌ها کودک در سرتاسر جهان گرفتار رنج‌های بی‌پایان شدند. هزاران کودک در اردوگاه‌های مرگ جان سپردند. صدها هزار کودک در بمباران‌های شهرها و مراکز غیر نظامی دفن شدند. و صدها هزار کودک معلول و بی‌سرپرست و بی‌خانمان از آتش ویرانگر جنگ بر جای موندند. سازمانی آمریکایی برای رفاه کودکان در سال 1952 سازمان ملل را فرا خواند تا روزی را به عنوان روز جهانی کودک برگزار کند. بر اساس مصوبه جهانی سازمان ملل کشورهای مختلف یک روز به نام کودک انتخاب کردند و همه سال اون رو با هدف توجه دادن جامعه به مسائل کودک جشن میگیرند. این روز در کشورهای مختلف در تاریخهای مختلف جشن گرفته میشه، اما در واقع 20 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شد و این در صورتیه که روز کودک در بسیار از کشورها همونجور که گفته شد با تاریخهای متفاوت و معمولاً اول ژوئن جشن گرفته میشه. روز کودک در دومین یکشنبه ژوئن در سال 1857 توسط دکتر چارلز لئونارد کشیش کلیسا در ماساچوست آغاز شد. لئونارد در این روز یک سرویس ویژه برای فرزندان برگزار کرد. لئونارد این روز رو روز گل رز نام گذاشت. بعدها آن را یکشنبه گل و سپس به نام روز کودکان نامگذاری شد. در 20 نوامبر 1959 سازمان ملل متحد بیانیه حقوق کودک را تصویب کرد و پیمان نامه حقوق کودک را در 20 نوامبر 1989 به تصویب رسوند. پیمان نامه حقوق کودکان یک کنوانسیون بین‌المللی به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کردند موظف به اجرای آن هستند. شکایت های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشه.
این کنوانسیون در 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در 2 سپتامبر 1990 لازم الاجرا شد. تا کنون 193 کشور این سند را تصویب کردند یا به اون ملحق شدند. تنها ایالات متحده آمریکاست که هنوز تصویب نکرده و به اون ملحق نشده. به این ترتیب مقبول ترین سند حقوق بشر در تاریخه. روز کودکان برای اولین بار در سال 1920 با تعیین تاریخ 23 آوریل توسط جمهوری ترکیه به طور رسمی تعطیل ملی اعلام شد. در ایران 16 مهر روز نامگذاری روز کودک نامگذاری شده و به گفته محمد سرشار مدیر شبکه پویا و نهال دلیل نامگذاری این روز به عنوان روز کودک در ایران که در هیچ کشور دیگه ای تو این روز نیستش، خطای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص تعیین تاریخ 8 اکتبر رو به عنوان روز جهانی کودک انتخاب کرده. در سپتامبر 2012 بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ابتکار عمل برای آموزش کودکان رو رهبری کرد با این هدف که هر کودک بتونه در سال 2015 به مدرسه بره و مهارت‌های کسب شده در این مدارس بهبود پیدا کنه. روز جهانی کودک فقط روزیه برای جشن گرفتن کودکان به عنوان یک کودک نیست. روز جهانی کودک فقط روزی برای جشن گرفتن کودکان به عنوان یک کودک نیست، بلکه فرصتی برای آگاهی بخشی به کودکان و اون کسایی که در سراسر جهان خشونت را در قالب سوء استفاده، استثمار و تبعیض تجربه کردند. کودکان در بعضی از کشورها به عنوان کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. قوطه‌بر در درگیری‌های مسلحانه هستند. زندگی در خیابان‌ها، اختلافات و تبعیض از جمله در مذهب، مسائل اقلیت یا معلولیت را تجربه می‌کنند. بر اثر جنگ و به دلیل درگیری مسلحانه، کودکان آواره شده و ممکن است دچار آسیب‌های جسمی و روانی بشوند. استخدام و استفاده نظامی از کودکان، کشتار و ضرب و شتم کودکان، کودک ربایی، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و اجازه ندادن دسترسی انسان دوستانه به کودکان تنها بخشی از تخلفاتی است که بر کودکان وارد میشه. در حال حاضر 153 میلیون کودک بین 5 تا 14 سال وجود دارند که مجبور به کار هستند. سازمان بین‌المللی کار در سال 1999 ممنوعیت و از بین بردن بدترین اشکال کار کودک رو از جمله بردهداری، فحشا، پورنوگرافی کودکان تصویب کرده. یونیسف اعلام داشته که فقط با اختصاص 5 دلار برای هر کودک میشه جان 90% از کودکان رو سالانه نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم کافیه فقط مبلغ 6 هفته بودجه تسهیلاتی جهان هزینه بشه. وظیفه انجمن کمک به کودکان یعنی یونیسف مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیه اونها در سالهای آغازین زندگی و ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندانشه. همچنین تلاش این انجمن برای کاهش بیماری، مرگ و میر در کودکان و حمایت از آنان در هنگام جنگ و حوادث طبیعیه. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک اومده، کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ بشه. اونها آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند. بنابراین نباید از نیازهای اونها به سادگی عبور کرد. در ایران مانند تعدادی از نظام‌های حقوقی دوره کودکی به 2 دوره تقسیم میشه. دوره عدم تمیز، دوره تمیز. در حقوق ایران تعریف مشخصی از سن دوره تمیز نشده. به کودکی که در دوره تمیز باشه کودک ممیز گفته میشه و تعریف اون کودکیه که اگرچه سن و سال کمی داره ولی درکش نسبت به امور روزمره بالاست و هنجارهای روزمره مردم رو تا حد متعارف میدونه. کودک غیر ممیز نیست کسی که پا به دوره تمیز نگذاشته. در ایران نیست بر اساس پیمان نامه حق کودک، کودک زیر سن 18 سال تعریف میشه و ایران از سال 73 به این پیمان پیوسته. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی تا پایان دوره متوسطه رایگانه. حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیره مانند کار کودکان،
مجازات و اعدام کودکان، ازدواج قانونی کودکان و این اواخر هم استفاده از کودکان به عنوان نظامی. ایران از سال 73 به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته، اما تعدادی از قوانین جمهوری اسلامی هنوز با پیمان نامه حقوق کودک مغایرت داره. دفتر یونیسف در تهران فعاله، همینطور در 12 شهرستان از جمله هرمزستان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی. اما ناکارآمدی این سازمان رو در ایران در این چند مدت شاهد بودیم که حتی اجازه اظهار نظر هم نداشت، تا جایی که حتی مهتاب کرامتی به عنوان سفیر یونیسف در ایران بعد از گذشت 60 روز در یک دست نوشته از سمت خودش کناره‌گیری کرد و این تنها لطفی بود که به کودکان ایران کرد. بعد از کلی پیگیری‌های مردم و حضور در دفاتر یونیسف در کشورهای دیگه، در نهایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد بیان کرد به شدت نگران گزارش‌های مربوط به کشته شدن، زخمی شدن و بازداشت کودکان در ایرانه. یونیسف تصریح کرده علی‌رغم فقدان دسترسی اطلاعات رسمی، میتیکش خیلی جالب بود، از اواخر سپتامبر تا کنون حدود 50 کودک در ناآرامی‌های سراسری در ایران جان خودشون را دست دادن. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تصریح کرده آخرین مورد از چنین تلفات وحشتناکی کیان دهسانه بود که در حالی با خانوادش در خودرو بود به ضرب گلوله کشته شد. یونیسف تاکید کرده این وحشتناکه و باید متوقف بشه و همین. بگذاریم، به غیر از دفاتر یونیسف در ایران، سازمان‌های حقوق کودکان مانند جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در ایران وجود داره. کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به کودکان کار معروف هستند داره. در ایران کودکان کار وجود دارن اما آمار دقیقی از اونها در دست نیست. بیش از 800 هزار نفر و به طور غیر رسمی 1 میلیون، بیش از 1 میلیون کودک کار در سطح کشور وجود داره که بیشتر اونها در شهرها دستفروشی مشغولن. والدین تعداد زیادی از این کودکان معتادن. بسیاری از این کودکان مورد کودک آزاری و سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. خشونت علیه کودکان از دیگر موارد حقوق کودکان در ایران انجام میشه. از آنجا که پدر و جد پدری ولی و به نوعی صاحب کودک شمرده میشه، قوانین جمهوری اسلامی درباره کودک آزاری و خشونت خانوادگی علیه کودکان دچار مشکله. همچنین قوانین خاصی برای پیشگیری از کودک آزاری در ایران وجود نداره و خشونت علیه کودکان جزو موارد عمومیه. بر پایه مقررات جمهوری اسلامی تنبیه بدنی کودک به دست پدر به میزان مصلحت مجازه، در حالی که ماده 19 پیمان نامه حق کودک دولت‌ها رو موظف می‌کنه که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان حمایت کنند. و همچنین بر اساس ماده 22 قانون جزای اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه و تنها به پرداخت دیه و حکم تعزیری محکوم میشه، اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم میشه که این خود نیز تبعیض جنسیتیه. قانون اساسی و نیز آیین نامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنین ویژه اجباری میکنه، اما آمار بالایی از کودکان ایران هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمیکنند. ثبت نشدن هویت، بی‌شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، کودکان سیستان و بلوچستانی، باعث شده که آنها بدون شناسنامه نتونن در هیچ مدرسه ثبت نام کنن و تحصیل کنن که این محرومیت با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت داره. در باب مجازات و اعدام کودکان در قوانین ایران سن مسئولیت کیفری تعریف نشده و قاضی ها با برداشت خودشون از فقه و ماده و مواد قانون مدنی دختران بالای 9 سال قمری و پسران بالای 15 سال قمری را بالغ میدونن و برایشون مانند بزرگسالان حکم صادر میکنن. بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی طفل
کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشه، در حالی که از منظر سازمان عفو بین الملل، سازمان یونیسف و صندوق نجات کودکان، کودک و طفل فردی است که زیر 18 سال سن داشته باشه. در جمهوری اسلامی مواردی از اعدام کودکان یا اعدام افرادی که جرمی را بیش از 18 سالگی مرتکب شدند دیده می شود. مانند دلارا دارابی، بهنود شجاعی، شایان سعیدپور، مجید اسماعیل‌زاده. گفته می شه در قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد وجود خواهد داشت. و دیگر سن مسئولیت کیفری سن مطلقی، همون دختران 9 سال و 15 سال دیگه نیست. و در هر مورد از نظرات یک کارشناس برای تشخیص سن مسئولیت کیفری استفاده میشه. همچنین پزشکی قانونی به تشخیص بلوغ واقعی متهم رسیدگی میکنه. طبق گفته شاهدان و اسناد به دست اومده که کشتارش سال 67، مسئولان اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان در مقابل کودکان زیر 14 سال اعضای خانواده‌شون رو تیرباران و اعدام میکردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده‌شون در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشون می‌داد که ده‌ها کودک زیر 18 سال که اکثر اونها دختر بودن اعدام شدند. یکی از زندانیان سیاسی به نام منوچهر اسحاقی میگه در سن 13 سالگی بازداشت و شکنجه شد و در سلول انفرادی حبس شد. وی هر روز در زندان گریه می‌کرد. به طور کلی میشه گفت بخشی از موارد نقض حقوق کودک در جمهوری اسلامی به اختصار ماده 4 کنوانسیون حقوق کودکان قوانینی که نقض حقوق کودکان در ایران رو تجویز میکنه. ماده 6 کنوانسیون حقوق کودکان که نقض فاحش حق حیات کودکان در ایرانه و فقر به عنوان یکی از این عوامل باعث مرگ و میر و آسیب‌های اجتماعی در میان کودکان در ایرانه و عامل بسیاری از خودکشی‌ها در بین کودکانه. ماده 24 کنوانسیون حقوق کودکان و فقدان تضمین دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه. ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک و نقض حق آموزش کودکان در ایران. ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک و نقض حق حفاظت شدن از استثمار اقتصادی و در آخر ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و نقض حق حفاظت شدن از رفتار ظالمانه. پرداختن به هر کدوم از این موارد نیازمند زمانه که به دلیل ضیق وقت فقط به صورت تیتروار بیان شد. کودکی در زمانه پردرد و آه امروز ایران ما، کودکان کار و بی سرپرست یا بد سرپرست خود غمی جانسوزه که همین که میشه در موردش یک کتاب نوشت. کودکانی به وسعت دریا که به خاطر عدم حمایت دولت و نبود سازمانی که تمامی بچه های ایران زمین رو تحت پوشش و حمایت داشته باشه، چیزی مثل یوگند آمت آلمان که تا سن 25 سالگی بچه ها رو حمایت کنه و اونها رو پوشش بده. جدا از عدم حمایت‌های سازمانی، کودکان ایران سرشتشان با ترس آمیخته شده. ترس از جنگ، نبودن‌ها، از دست دادن‌ها، ترس از تفنگ و فشنگ، ترس از خواستن، از گفتن واقعیت، ترس از رها و آزاد بودن، ترس آزادی اندیشه. این نداشتن امنیت، دوران روشن و پرجستخیز و شاد کودکان سرزمینمان را به شکلی در حالی از خاموشی و تاریکی و ابهام فرو برده. کودکان اما امروز میدونند از کتابهای درسیشون مشتی دروغ فرامیگیرند. برای همین در خیابونها فریاد زن زندگی آزادی و مبارزه با سیاهی های زمانی خودشون فریاد میزنند تا به حقوق واقعیشون برسند. متاسفانه در این مسیر حکومت سیاه حال حاضر دست به کودک‌کشی و حبس و آزار جنسی کودکان زده و این شده روزگار فرزندان ایرانی. گفتنش به زبون شاید کلمه‌ای باشه، اما در عمق تک تک این کلمات دردهایی به وسعت سیاهی شب نهفته است. دختر بچه 8 ساله‌ای که خرامان در راه مدرسه بود مورد اصابت مستقیم گلوله قرار میگیره و آخرین کلامی که به خواهرش میگه
من تیر خوردم و برای همیشه چشمهای کوچیکشو میبنده. مونا نقیب. کیان 9 ساله که آخرین جملهش این بود: بابا بیا به این بار به پلیس اعتماد کنیم و تمام. و این نتیجه اعتماد به پلیس بود. و تمام این سالها نقض حقوق کودک چه از طرف خانواده ها نادانسته و ناخواسته و به دلیل شرایط بد اجتماعی و چه از جانب جمهوری اسلامی به دلیل نداشتن و اجرا نکردن قوانینی که حامی کودکان باشه به وفور دیده میشه و پایانی بر اون نیست مگر با نابودی نظام و برقراری قانونی حقیقی و واقعی برای حمایت از تمامی اقشار جامعه مخصوصا کودکان. در این روزهای پر از غم و اندوه با گذشت بیش از 70 روز از خیزش مردم، متاسفانه بیش از 60 کودک جون خودشون را دست دادن و بسیاری در بازداشتن و حتی از وضعیت تعدادی از اونها خبری در دست نیست. این روزها برای کودکان به شدت استرس‌زا و غم‌انگیزه. پیگیری‌های هر روز پدران و مادران، صداهای تیر و شعار و انفجار، حمله به مدارس و ضرب و شتم کودکان در داخل مدارس توسط مدیران و ماموران ضد شورش، همگی از جمله مشکلاتی است که بر روان کودکان امروز ایران ما وارد میشه. مسبب تمام این مشکلات جسمانی و روانی، کشتار کودکان و محرومیت ها و تبعیض های جنسیتی و قومیتی و منطقه‌ای، همه و همه کسی نیست جز شخص خود علی خامنه‌ای دیکتاتور که بدون توجه به حتی قانون اساسی مملو از ایراد جمهوری اسلامی فقط و فقط در فکر قدرت و ثروت و خوردن خون کودکان و مردان و زنان ایران زمین و نابودی کامل ایران. کلام آخر، متن نامه‌ای از زبان کودکان ایران به کودکان سایر کشورها که در مهر ماه سال گذشته نوشته شد: ما کودکان ایران به همه کودکان دنیا سلام می‌کنیم. ما همانهایی هستیم که به قول بزرگترها شیرینی زندگیشان هستیم و در حرفهایشان آرزو دارند ما همیشه شاد باشیم و هیچ چیز رویا و دنیای ما را خط خطی نکنند. اما دنیای ما وقتی خط خطی میشه که بزرگترها به ما توجه نمی‌کنند و خنده‌های ما کمرنگ میشه. ما همه را دوست داریم و میخواییم بین آدم ها و کشورها هیچ وقت جنگ و دعوا نباشه. ما آشتی رو دوست داریم. محبت و شادی رو، هدیه دادن و هدیه گرفتن رو، لبخند زدن به یکدیگر رو، صلح و دوستی رو. ما میخواییم همه با چهره خندان شبیه هم باشن. چرا ما باید قربانی جنگ آدم بزرگ ها بشیم؟ ما از کلمه قهر، دشمنی، گریه، جنگ و دعوا بیزاریم. و حتی دلمون نمیخواد از این کلمات دیکته بنویسیم. دنیای ما کودکان، دنیای رنگ، آرامش، پرنده، طبیعت پاک و آسمان آبیه. ما هر وقت کودکان گرسنه را جهان میبینیم از غذا خوردن بدمون میاد. میخوایم همه بچه ها در دنیا شاد باشن و خوشحال، لباس داشته باشن و غذا و به همه به گردش برن. کلاس درس داشته باشن، آموزش ببینن و بزرگترها حرفاشون رو گوش کنن. ما دلمون میخواد بزرگترها رو مجبور کنیم نقاشی بکشن با موضوع آشتی و دوستی. ما کودکیم و میخواییم به بزرگترها بگیم اگر میخواهید ما باور کنیم که دوستمون داریم، با هم خوب و مهربون باشید و اگر ما رو دوست دارید همه تفنگ‌ها رو دور بندازید و به حرف ما گوش کنید. ما دلمون میخواد دنیا جایی باشه که بتوان در اون شاد و خوشحال آواز بخونیم. ما از بزرگترها میخواییم کاری نکنن ما چشمامون خیس بشه و دلمون بشکنه. آدم بزرگها حواسشون باشه اگه میخوان دنیایی شاد برای بچه ها بسازند باید مثل ما بچه ها با هم مهربون باشن. ما آدم ها رو دوست داریم که بچه ها رو دوست داشته باشن و برای اونها وقت بذارن. ما برای همه بزرگترها دعا میکنیم که خدای مهربون باورشون یاورشون باشه تا اونها هم ما رو یاری کنن و با امید روزهای خوش با حال خوش برای کودکان. ممنون از شما که شنیدید و وقت گذاشتید برای من و کودکان ایران زمین. با امید روزی که هیچ کودکی در هیچ کجای این دنیا نه قصه لباس بخوره، نه قصه پوشاک بخوره، نه قصه درس و خونه و مسکن و غذا، شاد باشن و در شادی فقط کودکی کنن. آمین.
ممنون از شما آقای لطفی عزیز، ممنون از متن خوبی که آماده کرده بودید. چند نکته خیلی ظریف داشت. اولین و دردناکترینش این بود که 60 کودک و شاید بیشتر قطعا کودک در این 70 روزه خیزش مردمی جان باختن متاسفانه، کودکانی که آینده سازان مملکت هستن ولی الان تو سینه خاک هستن. و نکته بعدی که خیلی حائز اهمیت هست، استفاده از کودکان به عنوان نیروهای سرکوبگر، که ما فیلم ها و عکساشو دیدیم که واقعا چقدر دردناک این موضوع که یک حکومت توتالیتر، اونم توتالیتر دینی، از چه ابزاری استفاده میکنه برای بقای خودش متاسفانه. و نکات دیگه که خیلی تلخ بود ولی خب به هر حال باید گفته بشه این حرفا. از دوستان عزیز تقاضا میکنم اگر کسی صحبتی داره یا نظری داره اعلام کنه، اگر نه که بریم برای سراغ بحث بعدی. بخش بعدی بخش فرهنگی است که معرفی کتاب هست، توسط آقای محسن سبزیان اجرا خواهد شد، که نام کتاب آزادی و آزادی فکری، 7 مقاله اثر مشتبه مینوی. آقای سبزیان عزیز میشنویم شما رو. درود مجدد دارم خدمت همه همکاران. من سعی میکنم این کتاب رو خیلی خلاصه و کوتاه توضیح بدم. فقط در این مورد بگم که این کتاب یه سری میتونم بگم برگزیده ای از 7 از نوشتارها میتونیم بگیم، یا مقاله از زنده یاد مشتبه مینوی در است هستن که در موضوع آزادی و آزادی فکری در ایران نوشته شده. حالا عناوین مختلفی داره، من سعی میکنم کوتاه و خلاصه بگم چون دوستان بیشتر، اگر عزیزی دوست داره بره خودش واقعا مطالعه کنه و ببینه، چون این کتاب میتونم بگم واقعا توصیف میکنه وضعیت حال حاضرم. اما مثل خیلی کتاب های دیگه حالا که خودم دوست دارم، این کتاب حالا یک سری فصل ها هست که مثلا خوبه. من یه فصلش واقعا دوست دارم، یه فصلی هست در مورد این کتاب، میگه فصل آزادی و رشد اجتماعی، که خیلی جالبه نوشته. فصل همین فصل آزادی و رشد اجتماعی ملتزم یکدیگرن، خیلی جالبه. یعنی باید شما آزادی و رشد اجتماعی با یکدیگر باشن، با هم باشن، که بدون رشد اجتماعی آزادی اصلا مفهومی نداره. یعنی اصلا تصور این که این امر شما، یا این که بدون آزادی رشد اجتماعی حاصل بشه. خدمت رو عرض کنم، من سعی میکنم فقط جزئیات کوتاهی رو بگم و اگر خواستید دوست داشتید حالا من براتون میفرستم PDFشو. میگه جامعه رو در نظر میگیریم که اکثریت مردممون در جهل، تعصب، خرافات و فقر متورم و سوال کرده چگونه خواهیم توانست آزادی را در چنین جامعه رواج دهیم، و شروع میکنه به صحبت کردن و یه سری موارد ها رو میگه. من فقط جاهایی که برام حالا مهمتر بوده رو نوشتم. یه جا اشاره میکنه که میگه اون نیازهای اولیه زندگی، چون خوراک، پوشاک، مسکن، امنیت، سلامت، برای مردم یعنی در اولین مرحله باید فراهم بشه که جامعه آماده پذیرفتن آزادی باشه. یعنی اگر این موارد که من عرض کردم خدمتتون نباشه، اون جامعه دیگه اصلا آمادگی رو نداره که اصلا آزادگی رو به نظر من درک کنه. این نظر منه ولی تو کتاب نوشته بپذیر. حتی به نظر خود من اینه که آزادی اصلا نمیتونه درک کنه شخصی که اون حتما اون کودک افغان رو دیدید که ازش میپرسن آرزو چیه، میگه آرزو چی هست. اینم هم همینه، یعنی ذهنیت رو دیگه نداره اصلا که چی هست. و کتاب یک بخش های دیگه هم داره که میاد، البته چون یک سری جزئیات رو خب نمیتونه به صورت کامل
ارائه بده یا بیاد توضیح بده. اما یه جای کتاب خیلی جالبه، یه جمله خیلی باحالی داره، من اصلا کیف کردم. و نوشته که اگر آزادی خواه ترین، ببینید دقت کنید به جمله، اگر آزادی خواه ترین، بشر دوست ترین، نمیدونم نوشته دموکرات منش ترین، بی آزار ترین مردم رو بیاورید، یعنی یک شخصی که بهترین انسان دنیا است و اونو مختار مطلق یک توده ای از انسان ها بکنید و بدون تا ابد زنده است و از او بازخواستی نمیشه، هیچ مجازات حبسی در کار نخواهد، فوراً تغییر ماهیت خواهد. من واقعا این جمله رو که دیدم اصلا واقعا خودم کیف کردم. چرا؟ چون سخت شما کتابی رو بنویسید که حالا توی ایران چاپ بشه و چنین چیزی رو بنویسید، چنین چیزی رو خواهن شجاعت میخواد. و بخش‌های مختلف دیگه هم داره که حالا آزادی مطبوعات، ملازمه علم و دموکراسی، اونم واقعا خیلی خوبه، آزادی مدنی، بخش چهارم که عرض کردم خدمتتون، آزادی رشد اجتماعی ملتزم یکدیگر، اصلا عنوان خود اون فصله. در مورد تعصب خیلی صحبت شده در مورد این کتاب، در مورد این که باور داشته باشیم که اگر به چیزی، یعنی جمله این کتاب بر این اصله که اگر شما به چیزی باور دارید 100% و حتی 1% هم احتمال نمیدید که اون اشتباهه، شما یه آدم افراطی هستید. شما هیچ اجازه به یک ایده جدیدی به ذهنتون نمیدید، حتی به این فکر نمی کنید که شاید اشتباه کنید. و تعریف که از خود این نویسنده در مورد این کتاب توی بخش، فکر کنم اگر اشتباه نکنم بخش آخر، آره دقیقا در مورد بخش آخرش که من اینجا نوشتم، و مقاله دومی، یعنی یه مقاله هم داره در مورد ملازمه علم و دموکراسی که ایشون اومده از یکی از نوشته های آقای برناتراند راسل نوشته، حتی اقتباسی البته بوده. و من واقعا اگر کتاب میخونید و اینکه تو این مقوله به خصوص این موضوع در مورد آزادی، من حتما بهتون توصیه میکنم. این کتاب واقعا یه سری چیزهای خود من، خودم واقعا هر دفعه که این کتابو میخونم شاید یه سری جدید یاد میگیرم، یعنی هر دفعه که باز میخونم یه مورد جدیدی که بهش دقت نکردم باز توی این کتاب پیدا میکنم. و حتما اگر دوست داشته باشید براتون ارسال میکنم پی دی افش رو. و اینکه امیدوارم روزی هم برسه که واقعا آزادی رو تک تک ما، نه فقط ایرانی، همه انسان ها با پوست و گوشت و استخونمون حسش کنیم و از کوچکترین نیازهایی که حالا تو این موارد خدمتتون عرض کردم تا اینکه یه روزی برسه که اصلا به این فکر نکنیم، اگر پرسیدن مشکل چیه بهش فکر کنیم که اصلا مشکل داریم یا نه. امیدوارم اون روز برسه، نه فقط برای ما ایرانی‌ها، برای همه انسان‌ها. و یکم بعیده، یعنی من خودم زیاد به این قضیه امید ندارم، ولی که همه انسان‌ها در است، ولی به خودمون، من برای ایران خیلی امیدوارم و به امید واقعا آزادی تک تک ایرانیان و کشور عزیزم. مرسی که مایک رو اختیار من برد. ممنون از شما آقای سبزیان و ممنون از کتاب خوبی که معرفی کردیم. شکی یکی از بهترین بخش‌های جلسات کانون از نظر خود من، نظر شخصی من، همین بخش فرهنگی و معرفی کتاب هست. واقعا هر بار کتاب‌های خیلی خوب معرفی میشه. حالا بعضیاشو من خودم خوندم، بعضیاشو مثل این کتابی که امروز شما معرفی کردی من نخوندم و خیلی علاقه‌مند هستم که بخونم. حتما دوستان اگر صحبتی دارن بفرمایید، اگر نه که بریم به بخش پایانی که بحث آزاد هست. بحث آزاد امروز ما حق برابری و دموکراسی است. البته خب ما میدونیم که تو جمهوری اسلامی هرگز نه این حق که هیچ نوع از حقوق دیگه‌ای هرگز نه رعایت شده و نه اجرا شده و نه اصلا کسی اجازه اجرای اونو داشته. همین حق اعتراضی که بارها تو جلسات کانون راجبش صحبت کردیم هرگز توی جمهوری اسلامی، البته اگر موافق جمهوری اسلامی باشه و مخالف
سایر کشورها باشه، خب این اعتراض حتما جایزه و اجازه خواهند داد، ولی در مورد اعتراض به خود جمهوری اسلامی یا اصلا در برابر در مورد برابری و دموکراسی که هرگز جمهوری اسلامی اجازه نداده و نخواهد داد. بنابراین من فکر می‌کنم که این بحث رو ما میتونیم به این سمت ببریم که ما باید یاد بگیریم که اصلا برابری و دموکراسی چیست، که در آینده و در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی بتونیم حق خودمون رو به نفع احسن بگیریم و اجراش کنیم. و فکر کنم که اگر دوستان نظری دارن در این مورد خوشحال میشم که بشنویم، ولی من یک سوال رو طرح میخوام بکنم اگر اجازه بفرمایی، که اصلا آیا ما ایرانی ها برابری رو چی میدونیم؟ آیا فقط برابری برابری جنسیتی است، یا چه نوع برابری رو ما در نظر داریم، یعنی میشناسیم اصلا؟ یا دموکراسی، واقعا ما ایرانی ها آیا دموکراسی رو میدونیم چیست؟ آیا نظر مخالف رو میتونیم بپذیریم؟ من خیلی وقتا تو خیلی از جلسات شرکت کردم، نه جلسات کانون، حالا ارزامن جلسات دیگه بیرون از کانون، متاسفانه وقتی نظر مخالفی داده میشه سریع گارد میگیرن، یعنی نمیذارن که حتی تو نظرتو عنوان کنی. نقد کردن خیلی خوبه، ولی متاسفانه ما تخریب رو با نقد اشتباه میگیریم همیشه. بنابراین خیلی دوست دارم بدونم که آیا ما اصلا حق برابری و دموکراسی رو میشناسیم یا نه. لطفا مشارکت کنید. بله آقای سبزیان عزیز بفرمایید. لطفا آقای سبزیان. بله من چون خودم ادمینم، مایکو میزنید باز بشه بعد میزنم بسته میشه بعد صدام. و در مورد این موضوع من یک جای صحبتتون گفتید اگر نظری گفته میشه اینکه بپذیرید، من کاملا با این قضیه مخالف. ببینید نظر شخصی من اینه، ما باید به نظرات بقیه حالا احترام بذاریم، نه که بپذیریمشون. نظر منه اینکه بپذیریم یعنی که قبولشون کردیم اون نظر. شاید یک نظری شما به من میدید، یه نظری رو میگید، اعلام میکنید، من باش کاملا مخالفم، اما بهش احترام میذارم که شما نظرتون رو اعلام کنید، اما شاید نمیپذیرمش، شاید هم بپذیرمش، اما اینکه باید بپذیرم به نظر من دموکراسی نیست. دموکراسی اینه که احترام بذاریم به نظرهای همدیگه، اینکه صحبتهای مختلف رو گوش بدیم و بعد پاسخ، نه که گوش بدیم جواب بدیم. این دوتا خیلی با هم متفاوته. اینکه نظری رو بشنویم، حتی گوش ندادیم ما، ولی هم که داره حرف میزنه داریم دنبال جواب بشیم. ما هیچ وقت، حالا خودم من سبزیان رو میگم، هیچ وقت فکر نکردیم که 3 ثانیه مکس کنیم بعد جواب بدیم که ببینیم چی شد. نکنه این همون قضیه همون کتاب که معرفی کردم. یعنی بعضی موقع افراطی فکر میکنیم، به این فکر نمی کنیم که آقا شاید سبزیان 100% درست نمیگه، 1% بذاره برای این که اشتباه فکر میکنه سبزیان. و این نظر من البته و نظرم کاملا شخصی. بله درست میفرمایید آقا سبزیان، شاید من اشتباه گفتم که من نگفتم نظر رو بپذیریم، من منظورم همین بود که نظر رو بشنویم و اگر مخالف اون نظر رو داریم نظر خودمون رو بیان کنیم. بنابراین ضمن اینکه خدمت آقای شفایی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. بله دوستان عزیز اگر در این زمینه صحبتی دارن لطفا با علامت دست نشان من رو راهنمایی کنن، اگر نه من سوال رو جور دیگه ای طرح کنم، روی دوستان رغبتی به این موضوع ندارن. ببینید عزیزان، ما البته آقای یزدان پناه صحبتش رو بفرمایید و بعد من. سلام و خسته نباشید میگم خدمت دوستان و همکاران. ببینید وقتی بحث حق برابری میشه یعنی که ما علی‌رغم وجود تفاوت‌های ذاتی توی انسان‌ها یا حتی توی مذکر یا مؤنث بودنشون وجود اونا رو بپذیریم با همون چیزی که هستن، یعنی همون چیزی که وجود داره رو همون رو بپذیریم، حالا خوب یا بد ما فقط قضاوتش نکنیم. اینه بهش میگن حق برابری.
یعنی هر چیزی رو همونجوری که هست بپذیریم. اما بحث دموکراسی خیلی پیچیده‌تره که بشه توی یه جمله یا دو جمله در تو باید صحبت کرد. چون دموکراسی، من فقط یه نکته خیلی جالب در مورد دموکراسی، بیشتر ایرانی‌ها فکر می‌کنن الان مثلا فرض کن توی کشوری مثل آلمان اگه دموکراسی وجود داره همه نظرها موافقه، در واقع یه دیدگاه اشتباه ما فارسی زبان‌ها هست. دموکراسی رو نمیشه همیشه اینجوری تعبیر کرد که همه موافقن و همه چی گل و بلبله. دموکراسی در واقع باید وقتی وجود داره که نظرات مخالف هم وجود داره، مخالفت ها بود دیده میشه، مورد تایید یا رد قرار میگیره، بعد مورد بحث قرار میگیره. این یعنی دموکراسی، یعنی همه چیز همون جوری که هست دیده بشه، مورد تایید یا رد قرار داده کنش یه بحث دیگه است. اصلا ربطی به چیز نمیشه گفت که همه چیز گل و بلبل باشه دموکراسی هم وجود داره. میگم دموکراسی خودش یه مقوله است که شاید در حد یه جلسه میشه در رابطه باهاش صحبت کرد. من اینجا مایک رو راه میکنم، وقتو میدم سایر همکارا. ممنون از شما آقای یزدان پناه عزیز، درست میفهمید. البته من میخواستم به این نکته اشاره کنم که برابری، حق برابری، ما الان تو جمهوری اسلامی میبینیم دیگه. یک جمهوری اسلامی میگه همه برابر هم ولی یه عده برابرتر، یعنی اون افرادی که نزدیک به خامنه‌ای و دار و دستش هستن خب خیلی برابرترن در واقع، ولی بقیه مردم هم حالا واسه خودشون برابرن دیگه، حالا هستن. ولی در واقع ما یه کشوری داریم که اقوام مختلف توش زندگی میکنه و ادیان مختلف توش هستش و از همه مهمتر زنان و مردان. ببین وقتی از برابری صحبت میکنیم باید تمام اینا رو در نظر بگیریم دیگه. برابری من فکر میکنم که برای تو جمهوری اسلامی که قاعدتا این هیچ وقت رعایت نشد و نخواهد شد، برای فردای جمهوری اسلامی، فردای پس از یعنی جمهوری اسلامی، من دارم عرض میکنم که چطور ممکنه که این حقوق برابر رو برای همه در نظر گرفت و چه تضمینی برای اجرای اون وجود داره. این خیلی مهمه به نظر من. بحث دموکراسی هم که خب من فکر میکنم که هر کسی یک رأی داره و رأی خودش رو میتونه اعلام کنه، هر کسی یه نظر داره و میتونه نظر خودش رو اعلام کنه بدون توهین و بدون تخریب. بنابراین باید یاد بگیریم به نظرم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی ما چگونه میتونیم با همدیگه رفتار کنیم. آقای یزدان پناه مجدد شما رو میشنویم. ببینید بحث برد پیرامون این قضیه که چجوری میتونه حق برابر رو برای همه ما به رسمیت بشناسیم، یه اینطور چیزی صحبت بود. وقتی ما میتونیم حق برابر رو برای دیگران به رسمیت بشناسیم که بتونیم حقوق خودمون رو بشناسیم، به حقوق آگاهی داشته باشیم، اون وقت ما میتونیم بگیم که مثلا من به حقوق دیگران تا چه حد باید احترام بذارم، تا کجا حق منه تا کجا حق من نیست. اینه بهش میگن احترام به حقوق برابر. این یه نوع تضمینه، در واقع آگاهی از حقوق خودمون یه نوع تضمین برای رعایت حقوق دیگران هم میتونه باشه. من وقت میدم سایر دوستان تا تو اینجا بس شرکت کنن، بعد در خدمتتون هستم. ممنون از شما آقای یزدان پناه. ببینید این که شما میفرمایید درسته، دقیقاً باید اول حقوق خودمون بشناسیم، ولی من یه ذره میخوام بحث رو موشکافانه‌تر ببینیم دیگه. مثلا همین آقای لطفی در مورد حقوق کودکان امروز داشتن صحبت می‌کرد، روز جهانی کودک و وضعیت کودکان در ایران. آیا واقعا فرض بفرمایید یک شخصی که پدر یا مادر هست حق کودک خودش رعایت می‌کنه؟ آیا به اون بچه تحمیل نمی‌کنه اون دیدگاه‌های خودشو یا اون نقطه نظرهای خودشو؟ ببین اینا موضوعایی هست که باید ما از الان آموزش ببینیم دیگه. فقط اینکه من حق خودم رو بدونم فکر می‌کنم کافی نباشه. من آینده جامعه رو می‌خوام بسپارم دست فرزندی که فرض کن از من هست، پس نمیتونم دیدگاه خودم رو مثل سرنگ بهش تزریق کنم و بگم نه تو حتما مثلا باید فلان بشوی یا بهمان بشوی. بنابراین این موضوع رو هم در نظر بگیریم دیگه. بله آقای یزدان پناه، دوستان دیگه هم اگر مشارکت کنن خوبه. ببینید آیه شایگان عزیز، ما نمیتونیم چیزی رو به کسی تزریق کنیم، خب اصلا چنین چیزی امکان نداره. حالا چه میخواد بحث آگاهی باشه، چه میخواد یه دونه یه آمپول باشه، باید اجازه خود شخص رو داشته باشه، اینو که همه میدونیم.
اما میتونید زمینه بستر رو جوری آماده کنید که طرف خودش بره به سمت آگاه شدن، بره به سمت پذیرش آگاهی، یعنی بتونه ارزش والای آگاه شدن و اینکه حقوق آشنایی با حقوق بشناسه و بتونه اهمیتش رو متوجه بشه، توی زندگیش لمسش کنه. اون موقع خودش اتوماتیک به سمت این میره که به سمت آگاه شدن، به سمت آگاه سازی حتی دیگران. حالا من شما گفتید تزریق، من میگم اسمش تزریق نیست، بهش میگن یه نوع موتیواسیون، یه نوع اشتیاق، یه نوع انگیزه ایجاد کردن در طرف. این هم از خود ما شروع میشه، هر کس از خودش میتونه شروع کنه تا دیگران یه الگویی باشه برای دیگران یا حتی جامعه یا خانواده خودش. وقتو میدم سایر دوستان شاید بخوان توی بحث شرکت کنن. بله، ممنون از شما. دوستان دیگه گویا صحبتی ندارن. من خب بله، خانم بیرجندی بفرمایید لطفا. ممنون جناب شایگان، خسته نباشید میگم به دوستان. حالا در مورد صحبتی که شما فرمودید، اتفاقا گفتید به عنوان پدر مادر نمیتونم حالا یه چیزی رو تزریق کنم به بچه. من فکر کنم اتفاقا از خود پدر مادرها اگه شروع بشه، وقتی یک نفر به عنوان یک فرد، حالا اون فرد میتونه پدر یا مادر هم باشه، وقتی خودش از حق و حقوق خودش و حق و حقوق افراد جامعه در واقع با خبر باشه، آگاه باشه، این دقیقا تأثیرش روی بچه های خودش، تو تربیت بچه های خودش رو میذاره. به هر حال وقتی یک پدر یا یک مادر بدونه که برابری بین زن و مرد وجود داره و حقی که همه ما ها میدونیم هست، حتی بین دو فرزندش که اگر یک پسر و یک دختر باشن، رو هم به پسر آموزش میده که با خواهرش چجوری باشه، چطور به حقوق خواهرش احترام بذاره، و همینطور به خواهری آموزش داده میشه که چطور به حقوق برادرش احترام بذاره. پس من فکر میکنم که اینجا اول هر فردی باید در واقع به این حقوق آگاه بشه، که حالا در قالب یک خانواده این حقوق به صورت تربیت، در واقع تربیت بچه ها که صورت میگیره، اون بچه ها را با همین آگاهی رشد بده و اونا را در واقع به درجه برسونه که وقتی وارد جامعه میشن با همون آگاهی وارد بشن. حالا به مراتب میتونه این درصد آگاهی بیشتر بشه، اما این قضیه اتفاقا خیلی مهمه که پدر مادر بدونن و همون رو در خانواده اجرا کنن که در قالب کلی جامعه بتونه گسترده بشه. من این نظرم بود. ممنونم که وقت بهم دادید. ممنون از شما خانم بیرجندی. درست میفرمایید. ما این که هر کسی باید حقوق خودش رو، حقوق شهروندی خودش رو بدونه و بشناسه که شکی درش نیست. و این اتفاقا بحث موضوع بحث ما هم همین هست که آیا ما اصلا حقوق خودمون رو میشناسیم؟ حالا حقوقهای مختلف از شهروندی و ذاتی بگیریم تا غیره. بحث امروز فقط حالا بحث حق برابری و دموکراسی است. حالا اگر من میخوام یک مثال بزنم، تو جمهوری اسلامی انقدر این موضوع نادیده گرفته شده که الان تو بحبوحه خیزش مردمی که هستیم، خیلی بحثا پیش میاد که کردها یا بلوچها یا سایر اقوام ایرانی، بقیه میترسن که اینا میخوان نمیدونم تجزیه طلبی کنن، فلان کنن، ولی در صورتی که اینا واقعا حقشون رو میخوان، حقی که بهشون داده نشده. حالا نه تو جمهوری اسلامی، تو رژیم های گذشته هم به همین ترتیب بوده. اینا هرگز به حقی که باید میرسیدن، یعنی برابر میشدن با سایر اقشار جامعه، از جمله اینکه ما تا به امروز ندیدیم یک فرض کنید شخص سنی مذهب یا شخصی که کرد یا بلوچ باشه بیاد رئیس جمهور بشه، اصلا کاندیداتور بشه برای رئیس ریاست جمهوری یا موارد دیگه. یکی از دلایلی که فکر می‌کنم که این مباحث وجود داره همین عدم برابری و قطعا نداشتن دموکراسی توی ایران بوده و هست هنوزم، و فکر می‌کنم که برای آینده، برای روزهای پس از جمهوری اسلامی، ما خیلی نیازمند این هستیم که یک قانون اساسی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر واقعا تدوین بشه و اجرایی شدنش هم تضمین بشه. بله، جناب آقای شفایی بفرمایید لطفا.
من فکر میکنم که بحث برابری و دموکراسی در واقع اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 21 ماده 21 حقوق بشر است. این دوتا لازم ملزوم هم دیگه هستن، مثل بقیه موادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستن. خب بیاییم یه نگاهی بکنیم ببینیم که در آینده چگونه میشه نگاه کرد. الان یه اتفاقی در جامعه ما افتاده، قرار یک تحولی ایجاد بشه، میخوایم ببینیم که این تحولی که میخواد ایجاد بشه این موضوع چه اثری خواهد داشت و چه تأثیری میتونه داشته باشه و آیا قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست. ممنون میشم اگر روی این قضیه دوستان نظری بدن. بله خیلی ممنون آقای شفا عزیز. آقای یزدان‌پناه لطفا بفرمایید. ببینید اگه بخوایم بحث قانون رو بکنیم، توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقریبا همه چیز هست، یعنی هیچ چیز نیست که در نظر گرفته نشده باشه. ولی یه چیزی که خیلی متاسفانه توی قانون خراب کرده کارو اینه که در انتهای تمام قوانین یه جا اومده میگه مگر چی باشه اسلام اینو گفته باشه، مگر اینکه به ضرر نمیدونم منافع جمهوری رژیم باشه، جمهوری اسلامی باشه. خب ببینید اصلا جمهوری اسلامی اصلا جمهوری اسلامی معنا نداره. خب شما وقتی میگین جمهوری بعد پشتش اسلامی میارید، قانونش هم میشه همون، قانونش میشه جمهوری مثلا، خب پشمندش اما اگرایی که به شرطی که به فلان به شرط فلان به شرط فلان مگر این که و الا و نه فلان بسه. خب این نتیجهش همین میشه که ما قانون داریم، تقریبا قانون حقوق بشر هم توش فرض شده، حالا نه 100%، ولی خب وقتی بحث اسلام میاد پیش و حالا نه فقط اسلام، حالا ما فرض کنیم میگیم جمهوری مسیحی، خب فرق نداره هر دین یا هر مذهب یا هر عقیده‌ای که بخواد اعمال بشه توی قوانین توی قوانین کشوری، اونجا علامت سوال به وجود میاد، یه استثناء داره به وجود میاد. در نتیجه اون قانون دیگه عمومیت نداره، نمیشه گفت برای عمومه، چون ما توی جامعه همه جور کرد داریم، لور داریم، بلوچ داریم، مسیحی، نمیدونم بی دین، با دین، حالا هر چیزی که اسمش میشه گذاشت. پس این اما اگر هست که کارو خراب کرده، یعنی همون بخش اسلامی بودنش هست. و متاسفانه ما از سال 57 تا الان اگه ببینیم این ایده ای که تحت عنوان نماینده توی مجلس نشستن که بی سواد ترین گروه هستن که شاید توی ایران تا حالا حکومت توی مجلس ایران بودن، نشستن فقط ماده و نمیدونم تفسیر اضافه کردن، اینقدر ماده تفسیر اضافه کردن که اصل قانون، یعنی اون اصولی که به عنوان مبنا قرار داده شده توی قانون اصلا از بین رفته، مفهوم خودش از دست داده، همه شده ماده یک تفسیر فلان نمیدونم فلان، اصلا از اصول اصلی دیگه نادیده گرفته شده. این شده که الان ما به اینجا رسیدیم که مردم دیگه اینو نمیخوان، یعنی جمهوری اسلامی رو با تمام چیزایی که داره نمیخواد، حتی اگه اون قانون قانونی باشه که از قبل تدوین شده باشه خب و درست باشه، ولی متاسفانه خرابش کرده جمهوری اسلامی. من مایک رها میکنم از وقتی که من دادیم. ممنون آقای یزدان‌پناه. ولی شما درست فرمایید تو جمهوری اسلامی خب همچین چیزایی وجود نداره. حالا قانون اساسی که وجود داره هم بر چه مبنای نوشته شده و اجرا نمیشه هم یه بحث سواست، ولی همونطور که آقای شفایی هم فرمودن برای آینده باید چه کاری انجام بدید. خانم بیرژندی لطفا بفرمایید. ببخشید من خیلی عذرخواهی میکنم، یه در واقع سوال آقای شفایی رو من به طور کامل متوجه نشدم، ممکن ازشون خواهش کنم یه بار دیگه سوال رو بپرسن؟ بله حتما. آقای شفایی لطفا بفرمایید. میکروفونتون رو باز کردم. مرسی. ببینید دوستان، بحثی که الان هست چون به هر حال یک انقلابی پیش رو داریم ما، و الان برای این انقلاب بحث آگاهی رسانی و بحث افشاگری در واقع یکی از مواردی که باعث میشه جوانا و افرادی که هستن آگاه‌تر بشن، روشن‌تر بشن و رو به جلو برن، در واقع همون چیزی که داریم میبینیم. من مثال جالبی دارم، بعد از پیروزی تیم فوتبال ایران به ویلز دیدیم تمام ارتشیا با همون لباس و با همون فرم، حتی نکردن برن تعویض لباس بکنن، با همون فرم ایستادن شادی کردن، یعنی نشون دادن که
نیروها نوع نگاه فرق میکنه، یعنی مردم در کنارشون شادی نکردن. من شادی پیروزی تیم ایران بر استرالیا یادم، اصلا تمام ایران بسته شد، یعنی همه جا جشن شد، اصلا خیابونا اصلا بسته بود، همه در شادی بودن، ولی این شادی رو ما اصلا ندیدیم، با اینکه امتیاز خوبی بود، موقعیت خوبی بود برای فوتبال، ولی مردم خبری نبود ازشون جز خود اون آدم ها. حالا من دارم اینجوری فکر میکنم، چون تو فراخوان اصلی اولی هم همین نگاه بوده که ببینیم در آینده چگونه میخوان کار کنن، ولی اول باید ما بدونیم که این برابری و دموکراسی رو تعریف و تشریح بکنیم و بعد بتونیم برسیم به اینکه خب حالا اینو فهمیدیم. الان ماشاءالله آقای یزدانپناه به خوبی توضیح دادن، تک تک موارد رو گفتن، بسیارم خوب. حالا بعد از اون، حالا جامعه میخواد یه تکونی بخوره، میخواد یک اتفاقی براش بیفته، اون اتفاق رو چگونه میبینید؟ یعنی چه کاری باید کرد؟ یعنی این برابری رو تا کجا باید صحبت کرد؟ این دموکراسی تا کجا میتونه تاثیرگذار باشه در اندیشه این آدما؟ آیا وقتی اونا میکشن اینا هم باید بکشن؟ آیا وقتی عرض کنم که حرکت سرکوب شدید میکنن، آیا عکس العمل باید این باشه؟ آیا عکس العمل دیگری میتونیم داشته باشیم؟ آیا بعد از این، یعنی روش های دیگری وجود داره که مثلا بتونیم سربازا رو از پادگان بیاریم بیرون؟ آیا روش های وجود داره که بتونیم اون در امنیت بهتری به اصطلاح بتونیم به نتایجی که دلمون میخواد برسیم؟ یعنی یه چیزایی مثل اینو با هم بحث کنیم، صحبت کنیم، ببینیم که اون وقت چه تأثیری میتونه داشته باشه این صحبت‌ها برای به جلو رفتن ما، در واقع که یعنی در ما که میگم یعنی مخالفین جمهوری اسلامی. حالا من خودمو نمیگم، من خارج از کشوری نشستیم اینجا به اصطلاح در رفاه، ولی به هر حال اون جوانها، اون انسانهایی که در ایران دارن آسیب میبینن، ببینیم اونا چیکار باید بکنن و الان چه اتفاقایی باید در ایران بیفته و من و شما چه جوری باید عمل کنیم. خیلی صحبت کردم، شاید نمیدونم نتونستم کل نه 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 حالا هرکی هم برداشت کرده میتونه صحبت. بله، ممنون از شما، شب خیلی هم استفاده کردیم از شما، از صحبت های شما. دقیقا درست میفرمایید، ما باید امروز این موضوع رو بین خودمون، یعنی تو خودمون حلش کنیم که آیا ما در آینده و پس از جمهوری اسلامی به کجا، به کدوم سمت خواهیم رفت، اصلا ما تا چه میزان برابری رو میتونیم بپذیریم و تا چه حد از دموکراسی آگاه هستیم و میتونیم اون رو هم خودمون پیادش کنیم، همین که از دولت مردم بخوایم که پیادش کنن. آقای یزدان پناه بفرمایید. مجدد سلام. ببینید اگه بخون در تو آینده صحبت کنی، به نظر من بهترین راهکار اینه که قوانین حقوق بشری رو یا حتی قوانین جمهوری اسلامی ببخشید در تو آینده داریم صحبت میکنیم، یا حتی قوانین رو بیاریم تا حدودی در حد اصول که الان مثلا سال 77 اصل و اگه اشتباه نکنم اینا رو در حد، حالا اون چیزایی که به درد یک کودک بخوره، خب نمیگم همه رو، اون چیزایی که فقط در حد آشنایی مثل همین ماده 1، این ماده 1 واقعا خیلی خودش مفاهیم زیادی رو در واقع خیلی صحبت پشتش هست، اینه بیاریم یه جورایی توی به صورت حالا خیلی به زبان ساده توی کتابای درسی بگنجونیم تا کودک رو از همون دوران ابتدایی آمادهش کنیم برای پذیرش چیزهای بزرگتر و بهتر. و به نظر من آموزش از سطح ابتدایی رو باید در زمینه حقوق و مثلا حقوق بشر رو باید یواش یواش پیاده کرد. حالا شاید کمی سنگین باشه برای کودک، ولی به نظر من بهترین دوره برای شروعش هم دوران کودکی. حالا هر کسی نظری داره، میشنویم نظر دوستان. بله، ممنون از شما یزدانپناه خانم بیژنی، لطفا بفرمایید. ممنون، مرسی و تشکر از آقای شفایی که توضیح دادن. من دو تا نکته دارم اینجا که صحبت کنم راجبش. یکی راجب قانون اساسی، نظر من شخصا اینه که قانون اساسی در حال حاضر قانون خوبیه در واقع، چون من با چند تا قانون دیگه هم مقایسه کردم، حالا بماند
فقط باید در واقع این قانون تصحیح شه و موارد اضافهش که همون میدونی در واقع موازین اسلام و یعنی در واقع بخوایم اینجوری بگیم که دین رو از توش خارج کنن. این به نظر من به اکثر موارد پرداخته شده در قانون اساسی. اما یه دغدغه‌ای که من دارم بیشتر راجع به قانون مجازاتی که الان در ایران هست کیفر یعنی که وجود داره فکر میکنم که تا الان خب به هر حال قانون مجازات ما بر اساس فقه و شرع و اینجور چیزا بوده و بعد از آزادی ایران در واقع باید بدونیم که اون به چه صورت باشه. حالا میدونم که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باید باشه ولی خب به هر حال قانون باید از برای مجازات باید از یه منبع حقوقی در واقع سرچشمه بگیری که حالا میگم این فکر منه. اما نکته بعدی که میخواستم صحبت کنم راجبش اینه که ما الان متاسفانه همین الان رو میخوام بگم که بعد بخوایم به آزادی برسیم همین الان توی شرایطی هستیم که از متاسفانه حالا با اتاق فکر جمهوری اسلامی اگه بخوایم بگیم طرف هستیم از اول این انقلاب تا الانی که صورت گرفته متاسفانه خیلی جاها رکب خوردیم خیلی جاها گولشون رو خوردیم در واقع اینطوری بگم بهتره. از هر نقطه بخوایم فکرشو بکنیم از این که بخوام بگم کردستان نمیدونم داره جور مردم تهران رو نمیدونم اینا رو میکشه از اون بر به تهرانی ها چیزی بگن یا شهر بزرگ یه چیزی بگن تیم فوتبال هر کدوم اینا و متاسفانه نفوذی هم خیلی زیاد هستش از خود جمهوری اسلامی حتی در همین اپوزیسیون‌های خارج از کشور. این یه چیزیه که نمیتونیم انکارش بکنیم و داره تأثیر میذاره روی انقلاب بچه‌ها. من یکی از مسائلی که هست الان با چند تا از دوستای خودم که هنرمندن داخل ایران هستن میگن ما میخوایم کارمون رو شروع کنیم ولی خب ما از این طرف داریم میگیم که اعتصاب بکنید. میدونید یه دوگانگیایی وجود داره که داره اینا ضربه به انقلاب میزنه و من فکر میکنم که درسته داریم کشته میدیم جوونامون کودکانمون انسانهایی که به هر حال تو کشور هستن دارن زندگی میکنن از بین میرن ولی واقعا باید یاد بگیریم ما تا یاد نگیریم تا در واقع حالا اون دموکراسی اون برابری اینا همه درسته ولی تا یاد نگیریم که چجوری کنار هم دیگه باشیم چجوری با هم دیگه اتحاد داشته باشیم این قضیه بعد آزادی هم به مشکل برمیخوریم. الان خیلی قضیه مهمیه و اینکه باید هممون اینو بهش برسیم حتی اگه زمان ببره حتی اگه طول بکشه ولی در نهایت باید هممون در واقع به اون نقطه‌ای که باید برسه برسیم. در غیر این صورت در فردای آزادی ایران هم مطمئنا این دو دستگی ها و البته چند دستگی ها وجود خواهد داشت و نمیدونم چقدر ما رو دور میکنه از اون آمال آرزوهایی که داریم برای فردای آزادیمون. مرسی ممنون که زمان به من دادیم. ممنون از شما خانم بیژن. آقای پرویز رو هم بشنویم و بعد من راجع به صحبت شما صحبت دارم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان شرکت کننده در این جلسه. همونطور که آقای شفایی پرسیدن ببینید راهکارها میتونه زیاد باشه ولی اینو مهمترین نکته اینه که دموکراسی یک شبه به وجود نمیاد و باید مشارکت مردم و آموزش رو همونجور که آقای یزدان پناه گفتن البته اشاره خوبی داشتن آموزش عمومی در سطح جامعه برای دموکراسی بالا بره. این یه راهکاره ولی مهمتر از اون اجرای صحیح قانون هستش. ما اگه بهترین قانون دنیا رو هم بیاریم بنویسیم تو قانون اساسیمون به قول خانم بیرجندی اصلاحش هم بکنیم از اون موارد نمیدونم اسلامی و همه اینا رو حذفش کنیم و موارد درست حقوق بشری رو بیاریم تو قانونمون وقتی درست اجرا نشه هیچ مثل همین وضعی میشه که الان جمهوری اسلامی داره با مردم برخورد میکنه و این اجرای صحیح قانون رو ضمانت اجرایی براش میخواد. همین تو همین کشورهایی که ما الان داریم زندگی میکنیم تو کشورهای اروپایی به اصطلاح حالا آزادی درشون هست و اینا تو همین آلمان من کسی رو میشناسم که مراجعه میکنه به یه مثلا خشکشویی اگر اونجا کارمند آلمانی نباشه اصلا حرف نمیزنه و اون لباساشو برمیگردونه میبره خونه فقط اون اگه کارمند آلمانی باشه و سفارش میده و لباساشو تحویل میده. یعنی این آدم معلومه موضعش
اگر اینجا کشوری باشه که قانون درست اجرا نمیشد، این آدم به خونه همه ما خارجی‌ها تشنه است، مطمئناً مثلا کارهای خیلی زیادی میتونست بکنه. بنابراین اجرای صحیح قانون رو حالا باید راهکارهاشو یعنی جوری ببینیم که بتونیم در آینده این کار اتفاق بیفته. از نظر خب این نکته ای هم که خانم بیرزندی فرمودن کاملا معلوم و درسته و حکومت جمهوری اسلامی الان به شدت سعی میکنه تفرقه بندازه بین همه، نمیدونم بیان یه عده بگن مثلا نمیدونم سلطنت طلبا خود مشکلن، نمیدونم یه عده میگن کردستان داره جوره اینو میده و و و و اینها همه باعث میشه که تفرقه بین ما مردم زیاد بشه و ما باید اینا رو در واقع جدی نگیریم و باز مشارکت و مشارکت میتونه راه حل خوبی باشه. متشکرم. ممنون از شما آقای برزلاته، هم نسبت به صحبت شما و هم نسبت به صحبت خانم بیرژندی. میخوام اینو بگم بخش پایاتون که افراد افغانی و ماجراها، ببینید ما یک کشوری هستیم که از اقوام مختلف و ادیان مختلف تشکیل شده، ضمن اینکه خب دیدگاه ها و نگرش های سیاسی مختلف هم دارن خیلی ها. بنابراین این اختلاف نظر سیاسی خب نمیتونه بد باشه، اتفاق خیلی هم خوبه، باید هم باشه، که اصلا یکی از اصول دموکراسی اینه که اختلاف نظر سیاسی باشه که اون جامعه بتونه رشد کنه. اما اینکه در حال حاضر تفرقه افکنی میکنن و اینا، خب فکر میکنم که البته هرچند که به بحث امروزمون هم ربط نداره، ولی خب هوشیاری و آگاهی مردمه که من فکر میکنم که داخل کشور بچه‌هایی که داخل دارن کار میکنن خیلی خوب تونستن این موضوع همه رو به خوبی حل و فصل کنن و از همه این موزه ها گذر کردن. حالا اگر بحث برگردیم به بحث اصلیمون که حق برابری و دموکراسی است و همونطور که آقای شفایی هم فرمودن برای آینده، برای فردای براندازی، فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، اصلا این سوال رو مطرح کنیم که چگونه ما میتونیم این حق رو بخوایم و از کی؟ یعنی فرض کنید الان که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض هست، من میتونم اعتراض کنم ولی جمهوری اسلامی اجازه نمیده، خب من باید اینو به کی برم شکایت کنم؟ آیا اینو باید در نظر گرفت برای آینده؟ از کی میتونه یک شهروند در برابر حقوقی که داره بازخواست کنه اون دولت رو؟ آقای یزدان پناه بفرمایید لطفا. ببینید اینجوری که من از صحبت شما متوجه شدم، شما دنبال یه شخص میگردید خب که از کی میخوان بپرسین، درسته؟ یا نه از فرق نداره، اون شخص میخواد یه پستی رو بگیره، مثلا میخواد بشه نماینده از شهر. ببین معذرت میخوام، از یک دولت. ببین یک دولت، خب دولت رو کی تشکیل میده؟ دولت اشخاص تشکیل میده، دولت رو من و شما تشکیل میدیم. خب ببینید تو خارج از کشور اینقدر ما ایرانی داریم که ایرانی نخبه، خب که همشون به خاطر برخورد قهرمانیز جمهوری اسلامی باهاشون فرار کردن اومدن خارج، حالا یا پناهنده هستن یا دارن و ویزای کار میکنن، برحال از کشور خارج شدن، یه روز اینا برمیگردن به کشور، خب برمیگردن به هر کجون سر پستی که لیاقتشو دارن باید قرار بگیره، یه پستی رو باید بپذیری، یکیش میشه نماینده مجلس، یکیش میشه نمیدونم دکتر، یکیش میشه رئیس نمیدونم وزیر بهداشتی که واکسن رو دوباره بتونه اون وضعیت بهداشت کشور رو سرسامون بده، یکیش میشه وزیر نمیدونم امور خارجه که بتونه وضعیت امور خارجه ایران رو درست کنه، این وضعیت رو، یکیش میشه وزیر نمیدونم راه و ترابری که این وضعیت راه و جاده های کشور رو درست کنه. ببینید ما شخص کم نداریم، خب این تمام اشخاص بعد از فردای آزادی اینا میتونن مورد استفاده قرار بگیرن و هر کدوم از اینا به اندازه خودش مشکلات رو درک کرده و خیلی بهتر از، شاید بگم بهتر از خیلی از اون کسایی که الان سر کار هستن، درک دارن به نسبت موضوع، نسبت مشکلات و میتونن مسائل فردای جمهوری اسلامی رو حل کنن. یعنی ما اصلا نباید دغدغه این داشته باشیم که کی میخواد فردا مسئله رو حل کنه. فردا مسئلهش حل میشه. ببینید بزرگترین بحران ما الان یه سرطانی داریم به نام سرطان جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای. خب این واقعا یه بحران برای همه ما، یعنی تا وقتی که این وجود داره شما نمیتونید به بعدش فکر کنید، باید این سرنگون بشه. خب وقتی سرنگون شد بعدش اصلا مشکلی نیست به نظر من.
اینا فقط توطئه رژیمه که میاد تفرقه افکنی میکنه که فردا چه خواهد شد و چه نخواهد. این خوبه که ما فردا پس از آزادی هم فکر کنیم، خب برنامه داشته باشیم و برنامه بریم جلو، ولی این که بخوام اینو به عنوان یه دغدغه در نظر بگیریم به نظر من توطئه رژیمه. یقین اینو میگم که 40 خورده سال هر وقت ایرانی‌ها خواستن انقلاب کنن توی مسئله حزب سبز و نمیدونم دوره خاتمی بود که مردم ریختن خیابون گفتن ما نمیخوایم، اومد گفت آقا فردا کی میخواد بشه، کی میخواد بیاد، شما ما که دم از خدا میزدیم اینجوری در عذاب در اومدیم، وای به حال بقیه برسیم. ما این سیاست ها این شعارا دارن مردم رو گول میزنن، خب وقت مردم رو دارن میکشن. خیلی واضح بگم اصلا به نظر من نگران فردای پس از آزادی نباید بود. ما انقدر نخبه، انقدر آدم باسواد داریم که از جمهوری اسلامی گزند دیده و فرار کرده در خارج کشوره و آرزوی همشون هم اینه که برگردن و کشورشون خدمت کنن، برخلاف اونایی که الان سر کار هستن توی رژیم ایران. من مایک رو راه میکنم نصف وقتی که من دادید. ممنون آقای یزدانپره. البته من منظورم شخص یا یک گروه نیست. ببینید ما در آینده یک قانون اساسی خواهیم داشت که قوه مقننه یا همون مجلس تدوین خواهد کرد، یک دولتی خواهیم داشت که قوه مجریه است و اون رو اجرا خواهد گذاشت و یک قوه قضاییه خواهیم داشت که به حال دادگستری و امور حقوقی رو اونجا پیگیری میخواد بکنه. حالا من حرفم این بود که قوه مقننه یک قانون رو تدوین میکنه، قوه مجریه اجراش میکنه و اگر بعد اجراش کنه ما میتونیم مثلا بریم قوه قضاییه شکایت کنیم. ولی حالا اگر فردا روزی این سه تا قوه مثل امروز یکی شدن چی؟ یعنی از هیچ کدوم تو نمیتونی به اون یکیش شکایت کنی، از هیچ قوه به اون یکی قوه نمیتونی شکایت کنی. تضمین اینو من خواستم بگم که چه تضمینی میتونه وجود داشته باشه. آقای شفایی بفهم. عرض کنم که من با آقای یزدانپناه موافقم. شما که میگید چه تضمینی، تضمین خود مردم هم. کسی به کسی تضمین نمیده، هر کسی ضامن خودشه. و وقتی جامعه رو تونستیم آگاه کنیم، به جامعه آگاه بشه که بس برابری است، بس دموکراسی است، حکومت مردم بر مردم هست، در این زمان خود مردم یعنی خود من به تنهایی، شما به تنهایی، حق خودم رو میدونم، مطالبه گر هستم و به حق دیگری دست اندازی نمی کنم. در این شرایط خود جامعه خودش رشدش رو نشون میده. تضمینی که شما میخواید یا هر کسی که بحث دنبال تضمین میگرده فقط باید در خودمون ببینیم. تک تک خودمون بایستی آگاه باشیم، بدونیم حق ذاتیمون چیست و حق شهروندیمون چیست و بایستی چگونه عمل بکنیم. این آگاهی ماست که ما رو به نتایجی که دلخواهمونه میرسونه. فکرم نکنیم مالا همین 6 ماه، 1 سال، 2 سال دیگه است، ممکنه 100 سال طول بکشه، ولی این آگاهی است که ما رو به اون چیز دلخواهمون میرسه، میرسونه به اونجا که جامعه 40-50% آگاهن و با همون آگاهی جامعه رو مدیریت میکنن، با جامعه رو میگردونن و سعی میکنن بقیه رو به آگاهی برسونن. اینه که دوستان در رابطه با این که به دنبال این باشیم که چه تضمینی باشه، کی تایید میکنه، هیچی نیست. الان اگر شما همین الان این سه تا قوه یکی هن شدن، پسرخاله با هم دیگه، یه رهبرم گشتن بالا سرش، یه جمعی شدن که اصلا کسی نمیتونه نفوذ کنه، اما مردم دارن اثر میذارن، مردم دارن کوچیک کوچیک اثراتشون رو میذارن. به اونجا رسیده که تیم فوتبالی که مردم قرار بود شادی ها بکنن تبدیل شده به شادی یه مش آدمایی که با لباس سرکوبشون دارن شادی میکنن. یعنی اینا خنده داره، یعنی اینا واقعا دولت واقعا اینقدر نمیفهمه. ضمن اینکه چون درک کرده الان مورای سوختش مثل خاتمی، مثل موسوی و امثال هم یکی یکی داره میاره تو میدون، میگه بیا حرف بزنیم. خاتمی تا 6 ماه پیش اصلا ممنوع تصویر و ممنوع نوشته و ممنوع حرف بود، حالا قشنگ تصویر میده، صحبت میکنه، آقای موسوی میاد تماشا میکنه، صحبت میکنه. یعنی رسیدن به اینجا. یا خود رهبر اگه نگاه بکنید دائم داره جلسه میذاره، یه سری با فرمانده، حالا با بسیجی ها جلسه گذاشته، دیروز گفته که شما نگران نباشید، یه مش آیه هم خونده که من بلد نیستم، یه مش آیه خونده و گفته این آیه گفته که ما بالاخره پیروزیم. یعنی
اینا حاکی از اینه که جامعه داره خودش رو تکون میده. یعنی اون تضمینی که شما میخواید همینه، یعنی حرکت مردم، حق طلبی مردم، خواسته مردم و پیگیری اون هستش که مطمئنن به اونجایی میرسه که خودشون یک یک همینطور که دارن در میرن بازم فرار کنن و هر کدوم یه جایی برن پنهان بشن. من دلم نمیخواست راجع به اینا حرف بزنم، ولی چون گفتی تضمین یکه خوردم دیگه، گفتم دنبال تضمین از کسی نباشید، تضمین خودمون به خودمون بدیم. همین و سلام. بله درست میفرمایید آقای شفایی و آقای یزدان‌پناه عزیز. البته میدونید خب به هر حال این حرفی که دو شما کاملا درست میفرمایید، ولی خب این ترس هم تو من یکی حداقل هست دیگه، چون سال 57 هم این اتفاق افتاده و به یک جریان دیگه ای اصلا تبدیل شد که ما 43 ساله داریم، حالا نزدیک به 44 ساله داریم این موضوع رو میبینیم. آقای شفایی بفرمایید دوستان. من عجله کردم، شما صحبتتون رو کامل کنید، من موردی ندارم. نه من صحبت ندارم. چون شما عنوان کردید که ما این تجربه 57 رو داریم. بله تجربه 57 داریم، در ناآگاهی داریم. بحث آگاهی است. ما 57 ناآگاه بودیم، فکر میکردیم روحانیت واقعا روحانیته، فکر میکردیم وقتی که دم از انسانیت میزنند انسانیته. این بحث من سر همینه، ما الان دنبالی هستیم که آگاه. اون موقع هم یه سری آدم های دیگه جایی نسخه پیچیدن، الان هم هنوز دیر نشده. همین الان شما سرچ کنید 4-5 گروه تشکیل شده، همبستگی نمیدونم چی جمهوری خواهان، همبستگی برای گذار از بحران، گروه گذار از کجا، یعنی یه مشتی نشستن همینطور دارن ایده میدن. حالا 10 نفرن 15 نفرن اصلا مهم نیست، ولی این ایده ها فقط در حد خودمونه که میخوایم بشینیم با هم ایده بدیم. ولی وقتی میخوایم راجع به یه جامعه صحبت بکنیم که میخواد متحول بشه و میخواد رشد بکنه، این جامعه اساسش بر آگاهی است، آگاهی ذاتی، حقوق ذاتی و آگاهی از حقوق شهروندیشه. وقتی یه جامعه تونست تک تک آدم ها این درک رو داشته باشه دیگه گول نمیخوره. ما متاسفانه در زمان پهلوی آگاهی مطلق نداشتیم. آقای خمینی کتابی نوشته بود سال 1323 در رابطه با ولایت فقیه. من تحصیل کرده دوره پهلوی این کتاب رو به چشم ندیدم و نخوندم، بعد از انقلاب شنیدم چه کتابی نوشتن. چرا؟ چون بابا میترسید ما این کتاب بخونیم. بابا خب میذاشه میخوندیم، ما متوجه میشدیم دیگه. ایناست اشکال. الان جامعه ما به دلیل وجود رسانه های گروهی، این رسانه ها عملا دیگه نمیذاره کتاب خمینی خونده نشه. هر جوونی هر آن اراده کنه، هر آن چه که بخواد میتونه ردیابی کنه و پیدا کنه و بخونه. همینه که جامعه روشنتر از جامعه قبلی است، در صورتی که سرکوب بیشتر، تنگنا بیشتر، نوع کتابا عوض شده، همه چی یه شکل دیگه گرفته. اما رسانه گروهی کاری کردن که در واقع هر تغییری اونا خواستن ایجاد بکنن، رفتن سرچ کردن دیدن نه این بابا اینی که داره میگه درست نیست و یه چیز دیگه است. اینه که اینا خیلی مسئله مهمیه که الان جامعه ما، جامعه جوان ما به خصوص، حتی جامعه قدیم هم هست، ولی جامعه جوان ما که در واقع شور بیشتری داره، در آینده رو در واقع در هیچ میبینه، پا به میدون گذاشته. چون یه جوان 18 ساله آینده ای برای خودش ترسیم نمیتونه بکنه، یا باید از این مملکت فرار کنه یا اینکه هیچی. من یه طنز جالبی من روز خوندم، خیلی جالبه، میگفتن شما ببینید ایران چه شرایطی پیدا کرده که برای تنبیه آدماشون اجازه خروج از مملکت بهشون نمیدن. خیلی با مفهوم ها، یعنی انقدر این مملکت تحت
فشار است، هر کسی توش بمونه بیچاره است، میگن آقا حق نداره مملکت بمون، بری بیرون که همجا باید پوستتو بکن. ببینید ایناست که ما در واقع ما میخواییم بگیم که این موضوع. ولی من واقعا علاقمندم روی این قضیه بیشتر صحبت بکنیم که آگاهی میتونه به عنوان یک پایه برای رشد جامعه ما باشه و ما رو راحت به استقلال آزادیمون میرسونه و رشد رو برای ما ایجاد خواهد کرد. حالا چرا، چگونه، چه شکلیش دیگه بسته به من و تو داره دیگه، به من و توها در واقع داره که ببینیم چگونه عمل میکنیم و چگونه میتونیم بریم جلو. بله ممنون از شما آقای شفایی عزیز، ممنون توضیحاتتون. آقای بازداران بفرمایید. درود بر شما دوستان عزیز، همکاران گرامی. به نظرم چیزی که الان داخل ایران در جریانه تبدیل شده به یک جنگ دو طرفه، حالا شاید عادی باشه برای یک انقلاب که توی دوره‌های گذشته‌ای هم که مردم اعتراض می‌کردن به این صورت بود که دو تا تیم تشکیل شده دیگه. الان یه طرف دولت و دولتی‌ها هستن و یه طرف مردمی هستن که آزادیشون رو برای آینده مملکتشون میخوان و از ظلم و جوری که هست به سطوح اومدن. ابزاری که این دوتا تیم دارن الان استفاده میکنن و تلاش میکنن برای پیروزی خودشون، ابزاری است که یه جورایی با ناعدالتی تقسیم شده. چیزی که دولت و دولتی ها در اختیار دارن، حکومت در اختیار داره، پول رو در اختیار داره، نمیدونم اینترنت رو در اختیار داره، امکاناتی که حالا از حق نگذاریم تونسته تو این 40 ساله با کشورهای دیگه ارتباط برقرار بکنه، با اینکه ما حس میکنیم خیلی بسته هست و مورد تحریم و اینها قرار گرفته، اما تونسته ارتباط برقرار بکنه و ابزار و تکنولوژی هایی رو وارد کشور بکنه به نفع خودش. داره از اون ابزار و تکنولوژی استفاده میکنه برای اینکه تیم خودش رو برنده بکنه. و اما ابزار و چیزهایی رو که مردم، امکاناتی رو که مردم دارن برای داخل این جنگ، همون آگاهی و امیدی هست که به آینده دارن. هرچی که آگاهی مردم طی این 40 ساله بیشتر شده، از تیم دولت و نظام و حکومت کم شده، افراد به این سمت کشیده شدن، همونطور که ما داریم میبینیم داخل این اعتراضات جدیدن توی اینترنت من بعضی ها رو میبینم که حتی سپاهی هستن میان صحبت میکنن و یه سری افشاگری ها رو انجام میدن، بعضی ها هستن که داخل جنگ بودن و نظرشون به سمت حاکمیت بوده، حتی رهبری خامنه ای رو قبول داشتن و زیر پرچم اون زندگیشون رو انجام میدادن و براش تبلیغاتی انجام میدادن، ولی الان خودشون از این ناعدالتی ها به سطوح اومدن و برگشتن به تیم مردم اضافه شدن. فکر میکنم با این وضعیتی که ما داریم پیش میریم یه جورای زمان بیشتری طول خواهد کشید این قضیه تا به نتیجه برسه، چون که الان توی این سری مردم تونستن یه مقداری قدرت های جهانی رو همراه خودشون بکنن و این قضیه رو پیش ببرن تا یه مقدار حمایت از حکومت کمتر بشه و نامشروع بودن حکومت رو تونستن تا اندازه‌ای تا الان به دنیا نشون بدن. همین که تونستن مردم دنیا رو همراه خودشون بکنن، همونطوری که ما داخل تظاهرات ها شرکت میکنیم، داخل شهرهای مختلف میبینیم که هر سری هی سخنرانهایی که از کشورهای دیگه دارن میان سخنرانی میکنن به زبون خودشون، از توی احزاب مختلف کشورهای خودشون فعال هستن و میان اونجا چیز مطرح میکنن مسائلی رو، تعدادشون باز داره نسبت به دفعه قبل هی بیشتر میشه و این نشون میده که ما داریم توی این تیم یه مقداری بیشتر یار جمع میکنیم، یه مقداری امکاناتمون رو داریم بیشتر میکنیم. فکر میکنم که باید این زمان طی بشه و یه جورای ناگزیر هستیم که تلفات بیشتری مردم متحمل بشن، یه مقداری بیشتر چیز بشه، تا ساپورت بیشتر بشه، تا اعتصابات بتونن انجام بشن و این انقلاب امیدوارم که به نتیجه برسه. ولی خب فکر میکنم خیلی زمان برخواهد، شاید حداقل یک
چند ماهی دیگه زمان احتیاج داشته باشیم تا بتونیم این امکاناتی رو که به دست آوردیم به نحو احسن ازشون استفاده بکنیم و در مرحله بعد در زمانی که به آزادی برسیم و زمانی که جمهوری اسلامی رو بتونیم پشت سر بگذاریم، من حرف چند نفر از کسایی که سواد سیاسی دارن و سواد اقتصادی هم دارن گوش کردم داخل فضای مجازی، صحبت از این بود که امکانات مالی به اون اندازه‌ای هست که بشه کشور رو از نو ساخت، یعنی زیرسازی‌های لازم رو انجام داد، زیرسازی‌های مثل مدارس یا بیمارستان‌ها رو بشه سریعاً به نتیجه رسوند. حالا سریعاً که منظورم اینه که ما منتظر نسل اینطوری نباشه که بگیم در نسل بعد اون کار انجام میشه و این آزادی فقط برای نسل بعد، ما هم میتونیم از این آزادی استفاده بکنیم و ایجاد شغل خواهد شد. این اعتماد باید توی افراد بیشتری پیش بیاد تا ما بتونیم یه جورای قدرت خودم رو به عنوان کسایی که مخالف نظام هستیم بیشتر بکنیم و یارامون یه مقدار بیشتر بشه. امیدوارم که این زمانی که خدمتتون عرض کردم یه مقدار کوتاه‌تر بشه، ولی از لحاظ منطقی فکر نمی‌کنم خیلی کوتاه باشه. من این نظر بنده است. ببخشید من یه خورده شاید زیاد صحبت کردم. میکروفون رو رها می‌کنم. ممنون از شما آقای بازدارم. به هر حال درست می‌فرمایید، انقلاب یک پروسه داره، پروسش هم باید طی بشه. متأسفانه هزینه هم داره. آزادی هزینه داره و مردم هموطنان داخل کشور دارن این هزینه متأسفانه پرداخت میکنن و من هم مثل شما امیدوارم که زودتر به نتیجه برسه. اما در مورد بحث حق دموکراسی و برابری که آقای شفایی هم فرمودن برای آینده، دوستان اگر نظری دارین که لطفا بفرمایید، اگر نه که من خودم باز یک مقداری صحبت کنم. آقای بازداران، آقای بازداران لطفا 3 دقیقه رو رعایت کنم. ممنون. بله چشم، اینو کوتاه می‌خواستم بگم فقط چون که دیدم زمان محدوده دیگه، من مایک رو رها کردم. دوباره خدمتتون عرض کنم که در مورد اون قضیه هم بعد از گذشتن از جمهوری اسلامی فکر می‌کنم ما میتونیم کشورهایی که در این زمینه، در زمینه دموکراسی پیشرفته هستن و یه جورایی صاحب نظر هستن رو به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم، یه سری چیزهایشون رو حالا با فرهنگ ما شاید جور در نیاد، میشه یه جورایی چی میگن ایرانیزش کرد و ازشون استفاده کرد یه سری قوانین رو و یه سری مسائل دیگه‌ای که بسته به فرهنگ بالای خود ایرانی ها هست میشه از نوآوری خود خودمون استفاده بکنی. و این دموکراسی فکر میکنم که بیسش این هست که اول ظلم از بین بره و بعد بتونیم پایه های دموکراسی رو کم کم از صفر بنا بکنیم. ما نمیتونیم این رو تصور کنیم که بعد از یک سال، بعد از اینکه گذر از جمهوری اسلامی کردیم، بعد از یک سال مثلا یک کشوری مثل آمریکا داشته باشیم با اون دموکراسی که داخل آمریکا هست، که دموکراسی که داخل کشورهای آزادی که توی اروپا هست. ولی که فکر میکنم کم کم خشت خشت بشه این دیوار رو بنا کرد. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما آقای بازداران. جناب آقای سبزیان میشنویم شما رو. درود مجدد. من میخوام در مورد این که یک حتی بازم هم نظر شخصیم اینه در این که آینده ها مثلا فردای آزادی یا فردای انقلاب چه اتفاقهایی میتونه بیفته یا باید بیفته. به نظر من این که حتی به اینایی که حتی پیروه حالا انقدر افراطی فکر میکنن یا حالا طرفدار جمهوری اسلامی هم هستن، به نظر من به اونها هم باید ما میکروفون بدیم، یعنی حق بدیم که حرف بزنن نه که عمل کنن، اعتقاداتشون نظراتشون رو بیان بیان کنن. چه بسا حالا ما توی همین آلمان هم میبینیم مثلا ما آلترناتیو دوچلند داریم، یعنی عملا طرف
کسی که تو اون حزبه مخالف منه که الان من اینجا هم تو کشورش، درسته نمیتونه یه سری کار رو انجام بده مسلمه، چون قانون وجود داره. اون قانون خیلی مهمه که چه قانونی نوشته میشه. من حالا با صحبت یکی از فکرم خانم بیژندی گفتن که مثلا باید این قانون اساسی اصلاح بشه، من نظرم اینه که وقتی این قانون اساسی بخوایم اصلاح کنیم، انگار بخوایم توی دریای خونی بیایم مثلا چه میدونم بگیم تصفیهش کنیم. من نظر منه، یا مثلا یه استخری و دیگه لجن گرفته، شما آب تخلیه کنیم درسته، تمیزش کنیم یا آب جدید بریزیم. نظر منم اینه که قانون اساسی کلا باید تغییر بود. این که اصلا هیچ دینی توش گنجونده نشه، چرا باید اصلا دینی وارد یک قانون اساسی یک کشوری بشه که دینهای مختلفی توش وجود داره؟ یا اینکه حالا گفته میشه میتونم، ولی شما تا حالا یه دونه نمیدونم رئیس جمهور سنی دیدی؟ یه رئیس جمهور مثلا مسیحی دیدی؟ یا یه اصلا نمایندگی مجلس مسیحی دیدی تا حالا؟ خب ایناست که باعث میشه که الان جوانایی که الان تو خیابون هستن، شک کم نکنید همشون میدونن، چون من با یه سریاشون هر چند وقت یک بار صحبت میکنم، 19 سالشونه 20 سالشونه، طرز فکرهای قشنگی دارن واقعا، شاید یه جایش من خودم همه سورپرایز بشم واقعا. اینا باور دارن به این که هر کسی حق داره آزاد برابر اعتقاد خودشو بگه. من خودم چیز یاد میگیرم ازش و عشق میکنم که باهاشون صحبت میکنم، کیف میکنم واقعا. و من باور دارم به این نسلی که هستش بلند شده. و یه جا صحبت ها گفته شد که پدر مادرها تاثیر میذارن رو بچه ها، الان بچه ها تاثیر میذارن روی پدر مادر. این هم نکته بود که من دوست داشتم. و در مورد فکر کنم آقای یزدان‌پناه گفتن توی دادگاه بهشون میکروفون میدیم، 100% تمام کسانی که حتی باعث کوچکترین دلخوره ترسی توی دل یک انسانی شده باشن، توی اون کشور که الان ما ازش خارج شدیم به وجود آورده باشن، باید بازخواست بشن. اما انقلابشون نباید مثل دادگاه انقلاب باشه، دادگاهی باید برگزار بشه که عدالت میشه حکم باشه، آزادی، کسی که حق داشته باشه خودش دفاع کنه. اینجوری نباشه که بیایم بگیم خب نمیدونم شنیدید دیگه، ببندیم به ستون، نمیدونم بذاریم تو خیابون با تانک رد چیم. نمیشه که اینجوری نمیشه. اگه بشه که ما میشیم بدتر از اونا. ما اومدیم به این طرز فکر که ما طرز فکرمون جوریه که برای همه ارزش قائل هستیم، حتی ما که داریم میجنگیم، حتی برای اونی هم که ضد ما داریم میجنگیم، ما داریم میجنگیم که این کشورمون آبادتر بشه. اما چون اون منافع داره میبره، یه سری منافعی داره میبره، حالا ضد ما شد. البته این باز نظر شخصی منه، من بکنم صدقه هم بیشتر شد. مرسی. ممنون از شما آقای سبزیان عزیز. منم با شما موافقم که باید محاکمه عادلانه بشن همه این افراد و نه از تیر برق و نمیدونم تانک و این ماجراها لطفا استفاده نکنید. محاکمه عادلانه و اصلا حکم به اسم حکم اعدام باید به کل منحل بشه، اصلا از تو قانون حذف بشه. این نظر منه. اما در مورد این که بهشون تریبون بدیم که صحبت کنن، آقای سبزیان اینا 43 سال فرصت داشتن صحبتاشونو کردن دیگه، چه صحبتی دارن که بکنن؟ من توی این زمینه با شما مخالفم واقعا. یعنی اینا در این 43 سال همش صحبت کردن و نذاشتن ما صحبت کنیم. حالا آقای سبزیان دست بلند کردن، بفرمایید لطفا. منظور من در مورد کسایی نیستش که باید محاکمه بشم، اونا که اصلا میرن دادگاه، اونا هیچی. منظورم کسایی که حالا شاید یه کسی هست یا آخوندی هست، مثال عرض میکنم، هیچ جرمی نکرده، شما هیچ جوره نمیتونید مثلا طرف رو جمعاً محاکمش کنید، شاید یه حرفی بخواد بزنه، یعنی شما میگید که اون حرف هم حق نداره بیاد بزنه، مثلا شما فکر کنید هیچ جرمی نکردیم، ما آخوند سالم یه دونه هم نداریم، حالا یه دونه دیگه باید داشته باشیم قاعدتا اون لالوها، حالا شما میگید نداریم. خب به نظر من این طرز فکر اشتباهه. چرا؟ شاید یه سری آخوندها هست، من خودم میشناسم
که طرف کار میکنه، یعنی مکانیکه، یعنی میاد الان نمازشون رو میخونه میره زنه، یه اعتقادات خودشو داره. یعنی نمیتونیم بگیم که مثلا طرف میره نماز صبحشو میخونه بعد میره مکانیکی کار میکنه اونم بعد مثلا موافقت میکنه. به نظر من این اشتباهه، تو این باز میشه همونی هم که اومدن اونجوری مجاهدین رو کشتن گفتن از دم، خب اینم میشه از دم به نظر من. آقای شایب سایگان بگیم که آقا حالا هر کی آخونده بعد بیاد مارکی بخونه، به نظر من اشتباهه. البته من احترام میذارم به نظرت، ولی به نظر من کاملا آقای سبزی من ندارم نیست که همه محاکم میشن، ولی حالا راجع صحبت میکنم. آقای شفا لطفا بفرمایید. که من دلم نمیخواست یا صحبت کنم، ولی سه چهار تا مطلب گفته میشه میگم حیف نظر ندم. اولا حق صحبت برای همه باید باشه به نظر من، یعنی شما اگر آینده انقلابی شد، اگر مولایی هست، اگر کسی طرفدار دینی هست، طرفدار اندیشه‌ای هست، حق صحبت داره. این حق صحبت نداشتن یعنی در واقع بلافاصله عدم برابری، یعنی فاصله ایجاد کردن، قضاوت اضافی کردن، پیش داوری کردن. این اون چیزیه که جامعه رو بلافاصله اندیشه‌ش رو تغییر میده. یعنی اصلا من کلن با این نگاه من مخالفم. چرا؟ چون ما وقتی که میخواییم بشینیم با هم برابر هستیم، دیگه برابر به اینه که نگیم فقط خب حالا ما برابریم با هم، ولی اونا چون اینجوری هم نباید باشن. نه، همه با هم برابرن، همه حق رو باید داشته باشن، همه حقوق رو باید داشته باشن. اگر دادگاه قراره برن باید وکیل داشته باشن، اگر قراره نمیدونم کار بکنن قراره مثل همه کار بکنن. این یه قضیه است. من یه مطلبی هم که آقای سبزیان گفتن در رابطه با اینکه ما نبایستی دین رسمی داشته باشیم، یعنی وقتی دنیا رو ببریم به دنبال یک دین رسمی، یعنی یک حادثه رو دوباره ایجاد کردیم. من حتی میگم ما نباید زبان رسمی هم داشته باشیم، یعنی وقتی اسم زبان رسمی رو اضافی میکنیم، یعنی باز داریم بین آدمهای فاصله میزنیم. حالا این بحث زبان مادری یا زبانم اگر لازم شد توی جلسه دیگه میتونیم بشینیم، مثلا دو ماه دیگه وقتشه میشه نشست مفصل راجع به زبان مادری صحبت کرد، اگر خود نمایندگی دوست داشته باشه یا هر شکل دیگه. ولی واقعا اگر بیایم ببریم سر این قضیه که این دین رسمی ماست، این زبان رسمی ماست، این فرهنگ رسمی ماست، این چی رسمی ماست، در واقع داریم یه بخشی رو حذف میکنیم و این کار رو عملا من مخالفم، چون باورم دیگه به برابری نخواهد بود اینجا. و عملا وقتی برابری نباشه دیگه دموکراسی مفهومی نخواهد داشت. مرسی. ممنون از شما آقای شفای عزیز. آقای احمدی خواه بفهمید لطفا. درود بر همگی. من اول از همه میخواستم سوال کنم از آقای شفای، آخرین حرفی که زدم خودش شد مسئله بازی. من اول سوال ها مطرح کنم. من عقاید آقای شفای خیلی قبول دارم، فهم خواستم یه 6 تا کلمه رو بازم معنی کنم، یکی دوستان هر کدوم در موقعیت های مختلف یه تعریف مختلفی داره، همون تعریف رو در موقعیت های مختلف یه جور دیگه بمبام. یکی شعارهایی که هستش زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی، این 6 تا کلمه رو بازم معنی کنم از دیده ایشون که آزادی رو میگیم آزادیه، بعد یه جای خودمون چیم جلد آزادی زندگی رو میگیم، بعد یه جای میگیم جلد. ولی حین صحبت آخر آقای شفایی الان به من یه حرفی زدن، گفتن زبان رسمی و برابری هم بیم میبره. به نظرم برابری پایش اوغلایی فکر کردن به نظر من ها. نمیشه بگیم من چون که یه چیزی رو بزرن به نظر من باید برابر باشه آقلان هست، اگه آقلان نباشه به نظرم برابر نیست. نمیشه مثلا بگم آقا همه با هم مثل کمونیست ها همه بریم سر کار همه اندازه هم ببرن، این چه برابری دیدید؟ من دقیقیست باید آقلانه بشه اندازه آورده های دارد. ما های بگیم زبان رسمی نباشه، پس به حداقل باید 10 تا زبان داشته باشی حداقل تو ایران. خب خیلی هزینه داره، خیلی فرصت ها رو میگیر از آدم. خب من مثلا اگه بخوام برم با یه کرد صحبت کنم، من با کردی یاد میگیرم یا کرد فارسی؟ برم با یه ترکی با فارسی صحبت کنه یا من ترکی صحبت کنم؟ مثلا یه کرد مثلا با یه لوره و اول کرد یاد بگیر یا کرد و لوری؟ خیلی فاصله، خیلی هزینه تراش
از چیز در پایه حرفای قشنگی ها، ولی خیلی هزینه های وحشتناکی چنینی که باعث جدایی میشه دیگه. من نمیتونم که بعد مثلا 50 سال که آموزش مثلا زبان واسط نموشه، اصلا زبان واسط مهم نیست حتما فارسی باشه، مثلا میگم لوری باشه، کردی باشه، اصلا مهم نیست. ولی وقتی توی یه جمع 80 میلیونی من مجبور شدم 10 مدل مترجم باشه باشه که هیچیش برابر نیست. اینم به نظر من، به نظر من ها، ببخشید ناراحت شدم، من میگم خدا آقای شفایی رو خیلی قبول دارم، ولی این یه نوع توهمه که مثلا به سمت عدالت و برابری بدیم. مثل اینه که من میگم اون مقداری از امکانات کشور یکی استفاده بکنه یا حقوق بگیره که مثلا یه آدم بیکار همون مقدار امکانات داشته باشه، امکانات رفاهی، یه آدم مثلا چه میدونم 40 سال درس خونده یا 40 سال فن بلده بده، حرفایی که تو کمونیست خیلی زده میشه. ولی اینکه ما بیایم یه زبان واسط، حالا نه اینکه حتما بگم چون من فارسی زبانم، فارسی اصلا، ترکی، لوری، چه میدونم هر چی، هندی، اگه روش خودش مخالفه برابریه که خیلی فرصت ها رو عبه میارین، هزینه رو که میخواد بده همه آدم ها بر بدن دید. یعنی شما تو هر شهری که میبینی مترجم با خود بر بیدین هزینه ها رو که میخواد بده، هزینه ها رو هم باید خیلی فکر کنه. متشکر ممنون، متشکر میشه این کیشتا کلمه رو بازم معنی کنین آقای شاف. بله ممنون از شما آقای احمدی. خواه آقای شفایی پاسخ میدیم. بله بفرمایید لطفا. من هیچ تعریفی در رابطه با زن زندگی آزادی یا مرد میهن آبادی ندارم شخصا. این یک شعار برای یک حرکت. من نگاهم فقط آگاهی است، آگاهی از حق ذاتی و حق شهروندی. من باورم اینه که ما باید آگاهی داشته باشیم و افشاگری کنیم. خود به خود میرسیم به هر آنچه که فکر میکنید، هر شعاری که دلتون میخواد به اونجا خواهیم رسید. من اصلا تسلیمم در مقابل شعار، یعنی اصلا اهل شعار نیستم، شعارم نمیدم. تا حالا نشنیدید احتمالا که من بیام شعار بدم امروز روز این است، فردا روز اون است، مطلقا. برای همینه تو تظاهراتم نمیرم، زیادم کاری ندارم به تظاهرات، ولی سعی میکنیم در تظاهرات همون کار آگاهی رسانی و افشاگریمون رو پیگیری کنیم. این در رابطه با این که حالا هر کسی هر تعریفی داره، هر برداشتی داره، اما باور من فی الواقع آزادی و استقلال هست. استقلال همون خودباوری ماست، آزادی هم پیروی خودباوری به آزادی خواهیم رسید. یعنی از حق آگاهی، حق شهر و حق ذاتی و حق شهروندی خود به خود به استقلال، خود به خود به آزادی خواهیم رسید. این یه نگاهی که من دارم، حالا دوست دارن دوستان قبول ندارن، مسئله شخصیه، اصلا مهم نیست. یه جمله گفتید که توهمه. من توهم رو سعی کن تصحیح کنی، بگی آرمان. نه، من آدمیم آرمان دارم، همینطوری که الان باور ندارم اگر دگرگونی که در این جامعه اتفاق بیفته بلا فاصله جامعه به اون چیزی که ما میخواییم میرسه، ولی یک آرمان دارم که تا 100 سال دیگه میرسه. همونطور که دموکراسی رو دارم فکر میکنم برای 100 سال دیگه هم که آقا مملکت ما میتونه آرمانش، در واقع آرمان من اینه، آرمان من این هست، توهم نیست. آرمان منم اینه که زبان مادری زبان حاکم بر هر انسانی باشه. ما ببینید کار حقوق بشر میکنیم، کار سیاسی نمیکنیم که بیایم یک کشوری رو یه شکل بکنیم، بیایم یک جامعه رو یه شکل بکنیم. اصلا ما میخواییم بگیم انسانها آزادند، برابرند، هر آنچه که دلشون میخواد فکر کنن و هر آنجوری که دلشون میخواد حرف بزنن. منی که ترک هستم و ترک به دنیا آمدم و به زبان ترکی تا 7 سالگی حرف زدم، چگونه میخوایی بذاری توش شقیقه من که آقای الا للا تو باید بی فارسی یاد بگیری یا هندی یاد بگیری به قول شما؟ اینا من خواهش میکنم راجع به زبان مادری اگر خود دوستان علاقمند باشن یه جلسه بذاریم روشم، قبلا فکر کنیم، بریم مطالعه کنیم، یه جلسه اصلا بذاریم به عنوان زبان مادری.
حالا به عنوان بحث ویژه یا به عنوان جلسه بحث آزاد، هر جوری که آقای سبزیان و دوستان علاقمند باشن. ولی واقعا توهم ندارم، شما مطمئن باش من آرمان دارم. نگاه منم تمام تلاشم اینه که بر اساس حقوق بشر و اعلامیه جهانی باشه و کنوانسیوناش باشه. سعی کردم خارج نرم، اطلاعات شخصی رو منتقل نکنم. این هم راجع به این. اما در رابطه با زبان مادری یک کشوری داریم به اسم سوئیس. کشور سوئیس خیلی هم کوچولوه، جمعیتش هم کمه، 3 زبان داره و یه زبان چهارم، یعنی 4 زبان داره. زبان کولیا رو داره، زبان فرانسه، ایتالیایی و آلمانی. یعنی در هر بخشی بری به همون زبان صحبت. شما از ژنو که فرانسه حرف میزنه بری زوریخ باید آلمانی حرف بزنی، اصلا رد خور نداره. خودشون هر نامه‌ای رو منتقل، هر قانونی رو منتقل میکنن به 3 زبان رسمی و به زبان به اصطلاح کولی در واقع. حالا من اسم زبانش یادم رفته، یه گروه کولی هستن که از رومانی میان دور میزنن تا میرن طرفای اروپا، از آلمان رد میشن، از سوئیس رد میشن. اونا هم زبان خاص خودشون رو دارن، حتی به اون زبان هم اعلامیه میدن و اطلاعیه میدن و قوانین رو میدن. یعنی این کارا شده است، نه اینکه توهم نیست، اجرا شده و اجرا شدن. این هم من خواستم یادآوری کنم بهتون. و به هر حال بستگی به هر ذهنی داره دیگه. هر ذهنی، یعنی من ذهنم، عقل من اجازه میده من اینقدر فکر کنم. حالا پایه عقلانی داره نمیدونم، پایه عقلانی نداره نمیدونم. من اینقدر عقلم رسیده و مطرح کردم. امیدوارم تونسته باشم جواب شما رو بدم. بله ممنون آقای شفایی. البته منم اگر اجازه بدین یه نکته اضافه کنم در مورد زبان. من فکر کنم زبان، حالا همونطور که شما فهمیدید تو سوئیس یا توی هند زبان‌های مختلف هست، یا میتونه یک زبان مشترک باشه، یعنی یک زبان اشتراک، مثل منافع مشترکی که یک جامعه توی یک کشور دارن. فرض بفرمایید همه جامعه ایران، چه اون شهروند بلوچ، چه شهروند کرد و سایر شهروندان، منافعشون در آزاد بودنه. این آزادی مشترکه، اشتراک بین همه افراد. بنابراین زبان هم فکر کنم میتونه، حالا اونم باز رأی گیری خواهد شد دیگه، اشتراک داشته باشه یا نه، از زبان چند زبانه باشه. آقای سبزیان شما هم بفرمایید. من خواستم نظرم در مورد زبان بگم، زبان حالا مشترک. من بازم نظر شخصی، من چون هر نظری میدم فقط نظر شخصی خودم، در مورد زبانی که حالا مشترک باشه، من نظرم موافق آقای احمدی خواهه. چرا؟ چون ببینید، من نظرم خودم میگم، ببینید من اول اینو بگم، من میگم که کردها باید زبان کردی چون زبان مادریشونه توی مدارسشون تدریس بشه بلا غیر، یعنی 100%. کسی که ترکه باید ترکی یا آذری یاد بدون شک، یعنی توی اون جلسه ای که اون کلاسی که دارن حالا چند سال نمیدونم 10 سال 12 سال هر چه، باید زبان مادریشون تدریس بشه. به هیچ وجه نباید بگن شما نمیتونید زبان مادری خودتون رو به اصطلاح ادامه بدید یا صحبت کنید یا نمیدونم کلاسی براش برگزار بشه. اما اینکه گفته بشه یک زبان مشترک وجود داشته باشه توی کشور، اصلا یک حالا آقای احمدی خواهد گفت 10 تا، مگه میشه 10 تا؟ خیلی بیشتر از 10 تا، یعنی شما برو بالا، من فکر کنم 20-25 تا ما چند تا زبان داریم. ما لور داریم، نمیدونم حالا لک داریم، اینور داریم، بلوچ داریم، یعنی انقدر زبان داریم. ما یه بار رفتیم اهواز به من گفتن 4 تا عربی ما صحبت میکنم، این به اون میگم من این عربی رو نمیفهمم. خب یعنی میدونی منظورم چیه؟ خب این چیکار باید بکنیم؟ یعنی نمیشه، یعنی امکان پذیر به نظر من نیست. نظر منه هم بعد از نظر اقتصادی هم اصلا نمیارزه. شما فرض کن مثلا ما یه نامه که میخوایم بدیم یا 25 تا نامه بدیم بغلش، خب این از نظر اقتصادی، یعنی به طبیعت، به محیط زیست هم نابود میکنیم اینجوری. اگه بخوام اونجوری بهش حساب کنیم، اما خوبه، یک آرمان قشنگیه. اما من سوالی که برام پیش میاد، تا حالا شده کدوم کشوری، همین سوئیس، همین سوئیس که فرمودید، اصلا تا حالا شده الان همه سی ماده رو رعایت میکنه؟ من شک. آلمان رعایت میکنه عمره، یعنی آلمان 100% میگم عمره. و
اینکه امکان پذیریم، ولی زبان مادریش رو باید یاد بگیره. یعنی اون که گیلکیه باید گیلکی یاد بگیره تو مدرسش. حالا اون زبانی هم که هست رسمی هست باید اونم باشه. چرا؟ اون کمک میکنه به اون همبستگی. اصلا من نمیگم فارسی باشه، نه، یه زبانی باشه که همه قبول کنن، رأی گیری کنن، اصلا بگن آقا ما هم یه زبان مشترک بذاریم، اونی که بیشتر رأی بیاره دموکراسی دیگه. ما نمیگیم دموکراسی، رأی گیری میکنیم، مردم کشور میتونن رأی گیری کنن و انتخاب کنن. شاید اصلا بگن آقا آذری صحبت کنیم، چه بهتر آذری هم صحبت کنیم. شاید اصلا بگن اونم کردی صحبت کنیم، ولی خب خود کردی هم 15 تا کردی داریم، سورانی داریم، کرمانجی داریم، نمیدونم این همه کردی داریم، کردی هم یکی دوتا نیست. یعنی مثلا کسی که سورانیه کرمانجی رو اینجوری اینجوری میفهمه. این هم هست به نظر من، البته باز میگم اینا همش نظر شخصیه. ممنون از شما آقای سبزیان. آقای یزدان پناه رو هم بشن و بعد جلسه پایان بیابد. ببینید بیستان خسته نباشید، وقتم کمه. من فقط منظورهای شفاهی رو که بازتر بگم، این منظورهای شفاهی از حق انتخاب، خب داشتن حق انتخاب برای زبانه. این نیست که شما رو مجبور کنن که شما یه زبانی داشته باشید یا هر نوع زبان دلتون میخواد داشته باشید. خب احترام به حق انتخاب شماست در یک کلام. ببینید شما توی جمهوری اسلامی به اجبار زبان عربی رو یاد میگرفتین چون رژیم اینو میخواست، خب ولی شاید 90% مردم اینو دوست نداشتن. یعنی به حق احترام ما احترام به حق به این حق ما احترام قائل نمیشد رژیم، و این همون چیزی که ما همش داریم ازش مینالیم. حالا میخوایم اینجا ساز مخالف باز بزنیم، مثلا جور در نمیاد. یعنی چیزی که ما داریم میگیم و عمل میکنیم. پس ببینید منظور این نیست که شما چه زبان انتخاب، منظور اینه که شما حق انتخاب دارید، به شما این اختیار داده شده که زبان خودتون رو انتخاب کنید. یه مثال دیگه‌اش دوره هخامنشیانه، توی داریوش سوم بوده، توی لوحش می‌نویسه، میگه من به هر کس به همون خدایی که اعتقاد داره به همون زبانی که خودتون دوست دارید به زبان خودتون صحبت. ببینید حکومت هخامنشی از شهر تا شهر با 20 گونه زبان داشتن صحبت می‌کردن، ولی یه جامعه سلجوق بود و تنها چیزی که از بینش برد اون از بین برد یه قدرت خارجی اومد اون از بین برد، نه اینکه اختلاف زبانی یا این مسئله از این دست. مشکلی هم نداشت، داشتن در سال دوستی با هم زندگی میکردن. شاید حالا این مثال خیلی جالب نباشه، فقط مثاله. من مایک رها میکنم چون وقت کمه و من هم خسته هستم. ممنون از شما یزدان پناه. دقیقا هم آقای سبزیان هم اشاره کردن این میتونه یکی از مشخای دموکراسی باشه دیگه برای آینده، که با رأی گیری میتونیم همه چیز رو، حتی پرچم. من خیلی دیدم تو این بحث خیزش مردمی دعوای پرچم هم بود، بابا اینا رو همه رو میشه با رأی گیری و انتخاب مردم همه رو حل و فصل کرد. در هر صورت جلسه امروز که به نمایندگی منطقه جنوب آلمان برگزار شد، درش مباحثی عنوان شد. خانم بیرجندی بررسی هدف 16 سند 20 رو و مقایسه اون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی رو برامون خوندن، و همینطور آقای داوود لطفی روز جهانی کودک و وضعیت کودکان در ایران رو برامون یک مقاله بسیار خوبی آماده کردن. بخش فرهنگی بود که من باز هم میگم یکی از بهترین بخش‌های جلسات هستش به نظر من، که معرفی کتاب هست توسط آقای سبزیان. امروز موضوع در مورد معرفی کتاب آزادی و آزادی فکری 7 مقاله اثر مشتاق مینوی بود که به نظرم کتاب بسیار خوبی بود، و حق برابری و دموکراسی هم بحث آزاد اون بود که فکر می‌کنم بحث خیلی خوبی بود و دوستان مشارکت کردن. من اجازه میخوام که از همکارانم که من رو یاری کردن تشکر کنم. آقای مجید بازداران، عبدالمجید بازداران منشی جلسه، آقای احسان احمدی خان ضبط صدا و تدوین، ادمین ها خانم مرجان شعبان نژاد، آقای آرشا کچرویان و آقای سلمان یزدان پناه. مسئول اتاق زوم هم آقای محسن سبزیان، بنده رضا شایگان مسئول جلسه. در ساعت 16 و 20 دقیقه ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. ممنون که تا این لحظه با ما بودید.